بینندگان عزیز سلام بر شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقات رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. امروز چهارشنبه 27 ماه ژانویه سال 2016 میلادی و برابر است با 7 بهمن ماه 1394. اولا همین اول برنامه بهتون بگم که چون آخرین چهارشنبه ماه ژانویه است، آقای فرزاد شبستری لطف کردن و ویدیوی جدیدی فرستادن که بعد از برنامه من اون رو براتون پخش میکنم. ضمناً چهارشنبه ها و دوشنبه ها آقای پرویز مینویی برنامه دارن که این برنامه ها رو ما اگه بتونیم زنده پخش میکنیم، اگر مشکلی باشه در پخشش و اینها اونها رو ضبط میکنیم، روی یوتیوب میذاریم، روی بایگانی میذاریم، از صفحه ایشون میتونید حتی باهاش به اصطلاح به ویدیوها برسید، parvizminui.net. و اینکه هر روز هم برنامه بازپخش میشه تا چهارشنبه هفته آینده. و همینجور که شما میبینید یه جایی اینجا نوشتیم شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، حقیقت شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. این وقتی که میخوایم لفظ قلم صحبت کنیم بعضی وقتا واقعا کار رو خراب میکنه. مثلا همین کلمه، همین جمله، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. خیلی راحت خودمونی، من اون چیزی که راحتم، 59 سال، خب حالا میگیم از یه سالگی شروع کردیم حرف زدن، از 2 سالگی شروع کردیم حرف زدن، 57 سال همینجوری راحت صحبت کردیم، اونو میگیم شما هم متوجه میشید. حتی اگر شما لهجتون مال یه جای دیگه باشه، تهرونی باشه، شهرستانی باشه، ولی اگر من شروع کنم مثلا همینو بگم شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، اصلا اون خاصیت خودمونی از بین میره. امروز داشتم برنامه یه نفر رو نگاه میکردم، اتفاقا ازش هم دعوت کردم که بیاد تو تلویزیون مردم صحبت کنه، چون فامیلی شیرازیه، ولی این بنده خدا وقتی که میخواست لفظ قلم صحبت کنه به کلمه فشار میگفت فشار، بعد اصلا میمون توش. من نمیدونم مگه چاقو گذاشتن رو گردنتون که شما زبان به اون قشنگی، زبان مادری، لهجه محلی خودتون رو میخواین تلاش کنید عوض کنید، بعد خرابش میکنید. در هر صورت نمیدونم، امروز اینجا همه چیز آبیه، گفت به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است، ولی آسمان زیبا، هوا آفتابی و برفهای بزرگ رو داره آب میکنه. اتفاقا طرف میگفت که خوشحال باشید که هوا خیلی گرم نشد، چون اگر خیلی گرم بشه این برفها زود شروع کنن به آب شدن، اون وقت خطر سیل داریم. بذارید من اینجا براتون نشون بدم که ما امروز بالاخره اولین روزیه که پستچی آمده بعد از جمعه تا حالا، بعد از 5 روز حقیقتا، و میبینید که به خاطر اینکه پستچی میخواد بیاد ما مجبور هستیم، قانون هست. این بهش میگن میل باکس، حالا چون پشتش سیاه هست اون گلا، اینم سیاه شده، ممکن درست معلوم نباشه. آمریکایی‌ها چون راحت طلب هستن و سعی میکنن مشکلات رو حل کنن، دیدن این بند خداها اون موقع که پیاده راه میرفتن باید پیاده میرفتن، هی در این خونه ها نامه ها رو میدادن، حالا که با ماشین هست هی باید از این خونه مثلا بیاد اینجا پیاده شه، بیاد نامه های ما رو بریزه دم در یا دم در. چه کار کردن؟ میگه که بار رو آوردن نزدیک چیز. آهان، تو این یکی بهتر پیداست، بذارید بهتون نشون بدم. بله، تو این یکی میبینید، به این میگن میل باکس. میل یعنی نامه و نمیدونم پست و این چیزا، باکس هم که یعنی جعبه. و چند سال پیش بود یه مهمانی داشتیم، فکر کنم از انگلستان بود، و ببخشید من صدای اینو قطع کنم، دوستان لطف کنید پیام بذارید، مخصوصا در برنامه زنده وقتی زنگ میزنید اگر از قبل با هم قرار نذاشته باشیم لطف کنید پیام بذارید. آهان،
امروز چهارشنبه قرار بود که آقای آریانپور اینجا باشن. خود من صبح رفتم بیرون برای یه کاری، دیدم وضع خیابونها خیلی بده. میبینید حتی اینجا این جلوی خونه ماست، من فقط جای یه ماشین باز کردم که بتونم برم و بیام. بعدم بعضی وقتا شما از اینجا میری بیرون تو کوچه بعدی، ممکنه اونجا برف ها رو پارو نکرده باشن و بمونید. این هم پاروی بنده است، این هم یه جاپا باز کردیم که آقای پستچی اینجا که آمد تا اینجا را بره و بتونه برسه. قانون میگه که شما باید برای اون یه امکانی فراهم کنی که اون بتونه نامه رو اونجا بذاره. این بنده خدا پستچی ما پارسال یه برف بزرگی آمد و این مونده بود تو برف ها، هیچ کم نمیاد بیرون کمک کنه. ما رفتیم کمکش کردیم و موکت آوردیم انداختیم زیر چرخش و یکم هل دادیم و چون خودمونم سنگینیم آویزون شدیم به ماشینش، اینجوری جوری کردیم. رفته بود روی جایی یخ زده بود دیگه. خلاصه به ما یه مقداری لطف میکنه و گفت که اگر پاکشم نکرده بودی من میمدم تو برفا. گفتم نه بابا بیای تو برفا، حالا پات خیس میشه، شب پادردم میگیری میری خونه. در صورت اینم از ماجرای برف و اینکه هوا به نسبت گرم شده ولی گرم آنچنانی نیست که سیل را بیفته. یادتون باشه که اینجا هم که آمریکا هست، اینجا هم که آخوندها نیستن، سیستما همه قشنگ درست مهندسی طراحی شده، اگه یه برف بیاد بلا فاصله بعدش بارون بزنه و این برفا با سرعت آب بشن، سیل را میفته. این الکساندریا بهترین، حالا بهترین نمیگیم، یکی از جاهای خوب واشنگتنه. تا یه بارون میاد آب را میفته میره تو خونه مردم. بابا گور پدر این آخونده، ولی ملت به آخونده به دولت فوش نمیدن. ملت رفتن یه سری گونی آماده کردن، توش ماسه ریختن، شن ریختن، تا میگه فردا بارون میاد اینا رو میاد میذاره اونجایی که آب میره تو خونش که نر. حالا ما نشستیم تا شاه بیاد کمکمون کنه، نشستیم تا شیخ بیاد کمکمون کنه. شاه کجا از دروازه قصاب خانه و نمیدونم قصاب خانه چی، از دروازه قصاب خانه شیراز، گودربون، این گود عربان شیرازی همجور میگن گودربون. ما تا یه مدت فکر کردیم میگن گودرمون، گفتیم گو که درمون نمیشه. در شیخ آسونه، تنوره بغیری ها، فلکه خاتون که شیرازی ها میگیم فلکه خاتون، لب آب، دروازه شاده، کجا شاه خبر داشت؟ تازه اگه خبر داشت کجا دلش میسوخت که بیاد آب نمیدونم نره اینجا نره اونجا. ایشون زمستونا پا میشد میرفت برف بازی تو سوئیس، تابستونا میرفت جنوب فرانسه، اونجا ملک و املاک. و هنوز تا هنوز میدونید همین اشرف پهلوی که مرده که آپارتمانش 49 میلیون دلاره، ببینید کجاهای دنیا خونه و چی دارن. و اینا پولای بی زبون مردم ایران رو برشتن بردن، همینجوری که این آخونده هم دارن میبرن و بعدن یکی یکی گندش بالا میاد که پولای اینها کجا رفت و به چه کسایی رسید. خانم سریا اسفندیاری که اینقدر بعضی از ایرانی ها دوستش دارن، آقای عقیلی اصلا ایشون رو هنوز به عنوان شهبانوی ایران صدا میکرد، همین خانم هیچ مهر و علاقه ایران و ایرانی در دلش نبود. وقتی مرده همه این پولاش رو داده بود نمیدونم برای سگ و گربه و اینها، بده بابا به سگا بده به گربت بده، ولی یه پولی هم بده به این ملت بیچاره که پولاشون رو شاه آورد داد به تو دهنتو ببنده. کارمون خیلی خرابه. و اما ممنونم از اون دوست عزیز کارگری که به قول خودش میگه کارگر لوله‌کش. وقتی که ما اون روز از دست خانم مینو ثقفی گله کردیم و گفتیم بابا نورا اینجوری و اونجوری، ایشون بلا فاصله گفت که من یه مبلغی کمک میکنم یه سری وضع نورات رو درست کن. ما هم بلا فاصله قبل از اینکه پول ایشون برسه، جالبه تو آمریکا ما قبل از اینکه پول در بیاریم خرجش میکنیم، و اگر یه کسی هم زنگ میزنه یا ایمیل میزنه یا تکس میفرسته که آقا من یه پولی کمک میکنم، قبل از اینکه اون پوله برسه اینجا ما خرجش کردیم.
در صورت دو تا لامپ اینجا بهش، این کراوات ما چرا کج شده، اینجا بهش میگن کولد لایت. دو تا لامپ نی، هر کدومش سه تا لامپ داخلشه و همون جوری که گفتم نور رو مستقیم به شما نمیزنه، نور رو از توی چیزی مثل فیلتر، از مثل یه ملاف سفید، این کلمه ملاف درستش ملحفه است، در اصل به شما میزنه. ما اینو سفارش دادیم حالا تا برسه و امتحان کنیم و ببین چی میشه. ولی از اون روز سعی کردم هر دو سه ساعتی قطره در چشمم بریزم تا اگر دروغ هم گفتم یا عصبانی شدم چشمام تیک نزنه. اون وقتا میگفتن این راننده ها چوب کبریت میذارن بین، یعنی میذارن بین پلکشون که خوابشون نبره. البته این چیز احمقانه ای بوده، چون وقتی خواب میاد اصلا ضرب المثل داشتیم، میگفتن که یه بنایی تب شدید داشت و کار میکرد روی چوب بست. شاگردش بهش گفت که خب استاد بیا پایین میفتیم میمیری اینا. گفت نه دیگه، ما باید کار کنیم، کار نکنیم نون شب نداریم و فلان اینها. ولی یه روز حالش خوب بود، آمد پایین گفت که من نمیتونم کار کنم. گفت چرا؟ گفت امروز خوابم میاد. گفت ای بابا، تو هفته پیش تب داشتی میسوختی، داشتی میمردی، حاضر نشدی بیای پایین، حالا به خاطر که خوابت میاد میای پایین؟ گفت آره، تب و درد و اینها رو میشه تحمل کرد ولی خواب نمیشه. خواب چارش اینه که بخوابی، استراحت کنی، به قول اینها ریفرش، یا به قول خودمون همون تازه، فرش، ریفرش، تازه دوباره شروع به کار کنیم. بذارید من ببینم ضبط میکنه یا نه. بله اینجاست. انقدر پرونده گذاشتم روی این دسکتاپ که دیگه نمیدونم کجا به کجاست، نقل کجاست، زن پسرمه. خب اون روز وقتی که این صحبت ها رو کردم و اینها، گفتم حقیقتش من دیوانم که میام، حالا به مردم میگیم ولی ملت که از ما طلبکار نیستن، کسی که نیومده این چراغا رو رو ما روشن کنه، کسی که نیومده ما رو ببنده به این صندلی و بگی دو ساعت بشین اینجا، خودمون این دیوانگی و این بیچارگی رو سر خودمون آوردیم. و گفتم که بیایم از امروز ما هم مثل دیگران فیلم نشون بدیم، عکسای این ور اون ور نشون بدیم، هر چی فکرش کردم چی نشون بدم که به کار من و شما بخوره، چیزی به عقلم نرسید. تا اینکه دختر من برای من نوشته بود که بابا خیلی میشینی و راه نمیری، مخصوصا روز برفی و اینها، حالا روزایی که برفی نیست یه دوری میزنی میری دور بیمارستان و میای اینها، ولی اینجا روزای برفی اصلا راه نمیری، این استرچ ها رو انجام بده. آمریکا به نرمش میگه استرچ. بعد حدود 30 خورده عکس برای من فرستاده بود که این عکس ها یک حسن خیلی خوب داره. اولا شما وقتی که به اصطلاح این ورزش ها رو انجام میدید، این عکس ها نشون میده ماهیچه های کجا به اصطلاح زور میزنن یا ماهیچه های کجا کار میکنن. البته به نظر من این نوع نرمش ها که مقداری حرکت های یوگا هم هست، همون اول کار شروع نکنید، چون ممکنه بعضی وقتا آسیب بزنه، به جایی که کمک کنه ممکنه حتی ضرر داشته باشه. یا اگر میخوان شروع کنید، همچین که بدنتون بهتون میگه فشار اضافتر نیارید، تا خسته شدید دست بردارید. تا اگه یه چیزی رو میکشید، من یه مدت استرچ میکردم با این دستم پای اونوری رو میگرفتم از پشت میکشیدم، بعد اصلا مثل بیحس میشد. این ضرره، این منفعت نداره. در صورت اینجا پیشنهادی هم که میکنن، میگن با دکترتون مشورت کنید. گاهی وقتا دلم برای این دکترها میسوزه، تبلیغ میکنه از قرص و این چیزا، میگه با دکترتون، از دکترتون بپرسین که این قرصه برای شما خوبه یا نه، نمیدونم میخواد بگه شما برو ورزش کن، میگه از دکترتون بپرسی. دکترای اینجا که بیچاره وقتی هم مطب باز میکنن هنوز دارن قسط شهریه و چیزو پس میدن، چجوری این همه وقت دارن که به من و شما راجع به این داروهایی که اومده تو بازار که خودمون هم خبر نداریم صحبت کنن، راجع به این که ورزش کنیم یا نکنیم صحبت کنن. در صورت حالا اگه شما یه دکتر خوش انصاف و
با وقتی دیدید که میتونید ازش سوال کنید، حتما ازش بپرسید که آیا این ورزش ها، این نرمش ها، تفاوت نرمش با ورزش فرق میکنه. نرمش شما انجام میدی ماهیچه های بدنت رو، مفصلات و استخون اینا رو آماده کنی. ورزش کردن یک کار سنگین و غیر عادی هست. یعنی مثلا تو زندگی شما مجبور نیستی یه وزن سنگین رو برداری، ولی همچین که عده رفتن وزن برداری، ورزش وزن برداری، اون میشه ورزش. حالا شما لطف کنید این ویدیو رو که دیدید به من بگید. من منتظرم تا 34 و 35 و 36 هم بره، وقتی برمیگرده به یک من بیام. دوست دارید ما بیایم عکس نشون بدیم، فیلم نشون بدیم، کاریکاتور بکشیم، اینو اونو مسخره کنیم، یا اینکه همین روشی رو که تا حالا داشتیم میایم میشینیم جلو دوربین؟ نه امکاناتی داریم، نه کسی هست کمک کنه نواری بذاره. یه وقت باید نگاهی این ور کنیم برنامه قطع نشده باشه، یه وقت نگاهی اون ور کنیم نمیدونم تصویرمون قاطی نشده باشه. حالا شد یک و دو، شما به من بگید. اصلا بذارید من این دوتا رو بذارم پا به پای هم دیگه، ببینید من خوشگل‌ترم یا این. تو رو خدا دوستان تعارفم نکنید. امروز یکی از دوستان برای من نوشته بود، نوشته بودم نظرت چیه، نوشته بود نظر من نظر شماست. البته این دوستمون چون شیرازی هست من میدونم تنبلی کرده. ببینید من باشم یا این، یا این اینجا با چپ عوض دوگزی، عوضی دوگزی، یا این باشه، فیلم های عکسای قشنگ باشه، عکسای پرنده باشه، عکسای برف باشه، توی زمستون عکس تابستون بهتون نشون بدیم، توی بهار نمیدونم عکس میوه و گل و این چیزا بهتون نشون بدیم، نظر بدید، شرکت کنید. و خیلی خوشحالم امروز با گفتم میتونه هفته قبل که اگر این صحبتمون بشه قرار شده که توی تلویزیون مردم روزی چند ساعت موسیقی پخش کنه. این آقا و این سازمانشون اینا هم به این نتیجه رسیدن آقا این همه ما مزخرفات سیاسی گفتیم به کجا رسیدیم. امروز دوستمون علی شیرازی برای من نوشته بود آقا ببین چرا توی کوته، چرا فردوسی توی شاهنامه اسمی از کورش نبرده. ما گفتیم خب ببینیم چرا، کی بوده اونجا بغل دست فردوسی، فردوسی بهش گفته من چرا اسم کورش نمیارم؟ خب دلیل اصلیش اینه که کوروش نبوده که پول بهش بده، سلطان محمود غزنوی بوده. اوکی. دلیل دومیش اینه که شاهنامه قصه است، تاریخ که نیست که. اینه. حالا گفتیم بذار ببینیم شاید یک کسی عاقل‌تر از ما باشه. دو چشمتون روز بعد نبینه این هومر آبرامیان دیوانه تر از خودم رو دیدم. یه 10 دقیقه گوش دادم دیدم این واقعا دیگه روانی شده. حالا تازه تشکر میکنه از یه آقایی که به خاطری که اون رفته تو تلویزیون صدای آمریکا گفته بابا این چیزا اینجوری نیست، وجود نداره، حقیقت نداره، اصلا فردوسی نگفته بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. اینو اونایی که میخوان بگن که فردوسی چنین و چنان استفاده میکنن و تازه غلطه، چون فردوسی اگه یکی از افتخاراتمون اینه که کلمات عربی استفاده نکرده، همین عجم، عجم زنده کردن بدین پارسی، عجم عربیه، کارمون خیلی خرابه. برای یه دوستی گیر داده به من که آقا خسرو پرویز 1000 تا زن نداشته، گفتیم حالا 999 تا داشته، گفت نه اصلا داشتن کنیز و حرمسرا در ایران نبوده. گفتیم اوکی آقا رضایت بده. بعد رفتیم براش چند تا کتاب آوردیم، گفتیم بابا این کتابا اگه شما میگی نمیدونم تاریخ طبری و اون بلعمی و فلان اینا، من این بلعمی رو اون وقتا میخوندم بلغمی، اینها اگر درسته اینجوریه، ولی این دوستمون خیلی زبله، فکر کنم کردم هست. تا اونجایی که به نفعشه میاد جلو، اونجایی که به نفعش نیست میگه آقا حالا ولش کنه ما چیکار کنیم، بریم کنیزای اینو. میگن نه بابا جون، ما که به شما نگفتیم کاری بکن. یه قسمتی از داستان تاریخ رو اونجوری که روایت کردن ما نوشتیم، گفتیم شاید این دلیل بوده. خب حالا بذار من بگید ببینم این یا پلیر 4.
این یا این. دیدید وقتی میری دکتر چشم میگی این یکی خوبه یا این یکی خوبه، این یکی خوبه یا این یکی خوبه، به دکتره میگم والا شما اینا رو انقدر زود عوض میکنی که چشم من معلوم نیست، هنوز هنوز این تنظیم شده رو اون قبلی، شما اینو میندازی میگی این خوبه یا این. یادش بخیر یک دکتر نجابتی بود توی شیراز، این به غیر از اینکه دکتر چشم پزشک بود اگه اشتباه نکنم، میومد توی هنرستان حفظ و صحه درس میداد. دوران دوستان این حفظ و صحه دوران شاه بودا، آخونده هنوز نیومده بودن. حفظ و صحه یعنی بهداشت نمیدونم روان و فلان اینها. البته اینها میگفتن که شما چون تو هنرستان هستید این حفظ و صحه براتون لازمه. خب ببینیم که اوضاع و احوال چیه. داشتیم من چی میگفتم، خدایا از هر دری سخنی یادمون میره. آهان، این اون وقتا ما خیلی خوشمون میمد که عینک بزنیم، جوون بودیم دیگه، فکر میکردیم اگه عینک بزنیم فهم و شعور اون بالا میره. حقیقت این نبود، فکر میکردیم اگه عینک بزنیم هندسام میشیم. هندسام چی میشه به ایرانی؟ خوش تیپ میشیم. تو اون سنی که مثلا دوست داری یه دختری بهت نگاه کنه، دخترها که نگاه نمیکردن، اگه دلشون هم میخواست جلو خودشونو میگرفتن کنترل میکردن، فقط فوش میدادن. مگه تو خواهر مادر نداری؟ خب من یکی که خواهر ندارم، ولی اگه خواهرم داشتم با خواهر خودم که نمیخوام دوست بشم، با مادر خودم که نمیخوام دوست بشم، با تو میخوام دوست بشم. این چه سوال احمقانه ای بود که خانمای ایرانی از آقایون میکردن. البته خب آقایون هم احمق بودیم ما. چرا متلک میگی؟ چرا نمیدونم سوت میزنی برای دختر مردم؟ برای که توی همون دوران شاه هم یه محیطی رو درست نکرده بود. بابا شاه با باباش 57 سال وقت داشتن که ما رو آدم کنن. اگر من رفتم 57 سال توی یه سیستمی آدم نشدم، اون سیستمه والا اشکال داره. خانم نیر عزیز، خواهر گرامی من، اون سیستم اشکال داشت. بابا بچهش اینجا هر چی حرف ناحسابیه میزنه، یه حرف حساب زده، میگه اگر اون سیستم اشکال نداشت که به اینجا نمیرسیدیم. در هر صورت I hope so. Okay, glad to hear from you. اینو این I'm trying to keep ahead on your credit monthly. Okay. یک سری اینترنت و اینا جدیدی گرفتیم، بعد اینا میدونی که با هزار حیله و تزویر شما رو در باز میکنن، میگن بیا تو. وقتی میری تو نمیدونی یعنی میخوان چلو کباب بدن یا میخوان بریزن رو سرت کتکت بزنن. ما به اینا گفتیم بابا شما، ما گفتیم این اینترنت برای بیزینس ماهی 150 دلار، چرا همین نیستین 230 دلار؟ هی هر ماه میگه برای من بفرست من کمش میکنم. آخه آدم یادش نمیمونه که بیشتر این روزها هم اینا رو ما گذاشتیم رو اتوماتیک، هر کدوم میاد خودش پی میکنه میره. در صورت حالا این کسی که این سرویس رو به ما فروخته میگه که ماه تا ماه برای من بفرست، به من یادآوری کن، من اون قسمت رو به شما کردیت میدم. اینم از این ماجرا. خب پس بگید نرمش، بذار ببینم پلی 4، نرمش، عکسای دیگه، چیزای قشنگ، یا قیافه من عبوس عصبانی که وقتی هم حرف عصبانیت میشه و دروغ میشه چشمامون شروع میکنه به پلک زدن. بهتون بگم دوستان، قطره برای چشم توی بازار خیلی زیاده، ولی یادتون باشه، البته این هم دیگه این روز آدم نمیدونه، اگه بگیم یادتون باشه اونی که دکتر به شما میگه، حالا شما نمیدونی این دکتره داره اینو به شما تجویز میکنه برای که از هر مثلا انقدیش که 7 دلاره 10 سنت به این میرسه، آخر سال یه چک براش میفرستن 100 دلار برو یه شام بخور، یا اینکه واقعا این تحقیق کرده خونده این درست. واقعا ما در دوره بدی زندگی میکنیم. خلاصه قطره چشم بریزید اگه کار با کامپیوتر میکنید، به دلیل اینکه کامپیوتر دیدید اگر یه فیلمی ازش نشون میدن شما میبینید این کامپیوتر اینجوری اینجوری میشه، یعنی سرعت، نمیدونم برای شما چجوری ترجمه کنم، چجوری توضیح بدم این داستان فرکانسی که مثلا تو ایران 50 بود اینجا 60، نمیدونم جای دیگه به غیر از این 50 و 60 چیزی باشه، بعد
چیزی رو که شما میبینید روی تلویزیون یا روی کامپیوتر حقیقتا مثل یه صفحه کاغذ نیست، ثابت نیست، اینا هی میاد میره و من و شما نمیبینیم. از طرفی چشم انسان عادت کرده که حالا که میخواد اینو ببینه باز باشه، پلک نزنه، و چون باز میمونه پلک نمیزنه خشک میشه. حالا اگه میخواین قدرت مغز و اینا رو بفهمید، من بارها براتون گفتم که مغز چگونه کنترل داره. براتون مثال میزنم، حالا من شیرازی هم، لیموی شیرازم معروفه. شما چشمتو ببند، تصور کن که الان رفتی فروشگاه، دیدی نوشته Persian Lime یا Lemon، نمیدونم من این لیم و لیمون هم همیشه اشتباه کنم، اینا هم یه لیموهای جدیدی آوردن، احتمالا تو کالیفرنیا است، واقعا کوچیکتر از لیمو وقتام گفتین بچه لیموهای سبز و بزرگ اینجا، ولی ور می‌داشتیم پوستش کلفت، وقتی هم اینجوری فشارش میدادی اونجوری که آب از اونا میومد از این یکی نمیومد. بعد یاد گرفته بودیم یکم بذاریمش توی مایکروویو، یکمی هم اینجوری پوستش رو بچرخونیم قبل از اینکه کاتش کنیم، قبل از اینکه بازش کنیم با چاقو، بعدن آبش بیشتر میشه. ولی این پرژن لایم که آمد، دیدیم بابا این همون لیموهای شیرازه، یه خدا چی میگن، خدا عقلش بده، خدا برکتش بده، از ایران یا شیراز آورده کاشته و کالیفرنیا هم گویا هواش مثل جهرم و شیراز و اینها هست، این لیموها اونجا خوبه. قرار شد چشمتون رو ببندید، چرا باز کردید؟ چشمتون رو ببندید، فکر کنید رفتید فروشگاه و این، منم از امروز کلک بزنم هر وقت چیه بگم چشمتون ببندید، منم خودم چشمم ببندم. اصلا چشم ما بازه برای چی؟ چشم بازه که حقیقت رو ببینه. وقتی همه سعی میکنن حقیقت رو بپوشونن، پس ما اگه چشممون رو ببندیم اقلا چشممون رو نگه داشتیم. بکنم تا آخر این برنامه اگه بشمارید یه هزار باری من چشم گفتم، چشم درسته یا چشم؟ چشمان شما یا چشمان شما؟ خب چشمتون ببندید دیگه، قول بدید باز نکنید. منم قول میدم تا آخر این صحبت که میکنم باز نکنید. فکر کنید رفتید فروشگاه، لیمو رو دیدید، هوس کردید، لیمو آوردید، قبل از اینکه اصلا حالا نهار بخورید، بخواید آب لیمو درست کنید، بخواید شربت درست کنید، اینها میگی که یکیشو من باز کنم ببینم این مزه لیموی شیراز یا مزه لیموی ایران رو میده یا نه. چاقو رو برمیداری روی کاتینگ بورد، ما تو ایران خیلی از کاتینگ بورد استفاده نمی‌کردیم، اگه نگاه کنید هنوز اونایی که از ایران میان اینها هنوز همون جوره. در هر صورت کاتینگ بورد یه صفحه چوبیه یا پلاستیکیه که روش چیز میبرن و اینها توی آشپزخونه استفاده میکن. خلاصه این لیمو رو میبرید با چیز، و حالا یا با نمک یا بی نمک، از یا دوست دارن لیمو رو با نمک، یکم نمک هم میپاشی روی اون و یک زبانی میزنی، همینجوری هم که زبان میزنی به این لیموه هم فشار میدی. خب الان چشماتونو باز کنید، دهن شما یه مقداری ترش شد، دهنتون آب افتاد، مثل من این بزاق آب دهن رو باید الان قورت بدید. این قدرت مغزه. حالا اگر توی اداره هستی، اگه مثل سعید رانندگی نمی کنی برنامه رو گوش بدی، پای راستتون رو از زمین بردارید، شروع کنید پای راستتون رو در جهت عقربه های ساعت بچرخونید، اینجا بهش میگن کلاک وایز. پای راستتون رو از زمین بردارید یه اینچ، دو اینچ، پنج سانتیمتر، پاتون رو در جهت عقربه های ساعت بچرخونید. حالا با دست راستتون توی هوا عدد 6 انگلیسی رو بنویسید، بعد ببینید پاتون چی میشه. اینو نتیجهش رو برای من بنویسید. پای راستتون رو از زمین برمیدارید، وقتی پشت میز نشستید شروع میکنید میچرخونید در جهت عقربه های ساعت، بعد همون جو که پای راست داره در جهت عقربه های ساعت میچرخه، با دست راستتون توی هوا مینویسید 6 و ببینید چی میشه. یادم اون وقتا که بچه بودیم میگفتن با این دستت اینجوری کن، با این دستت بزن، وقتی میزدی هنوز هم همینجوری میشه الا اینکه خیلی تمرین کنی. اینا همش قدرت مغزه، چیزایی که ما به اصطلاح بعضی وقتا کنترل روش نداریم. مثلا
شما نفس کشیدن و ضربان قلب و اینها رو کنترل روش نداریم حقیقتا. اونایی که میرفتن صید مروارید تمرین میکردن اینقدر که نفسشون رو کنترل کنن که بعدن چقدر ضرر میزده به خاطر نرسیدن اکسیژن، بعضی هاشون مغزشون به اصطلاح زودتر میمرده، سلولای مغز و اینها. دستا خیلی دیگه حالا ما پروفشنالی و تکنیکی نشیم. این دوستمون ایسک یا اسحاق خودمون نوشته کتاب ایران من سزاوار است که در خانه هر ایرانی نگهداری شود. ایران من ارزنده ترین هدیه برای فرزندان و نوادگان من است تا بتوانند لذت ایرانی بودن را و ایرانی زیستن را تجربه کنند. کتاب ایران من انتشار یافته در 500 صفحه با کاغذ مرغوب روایتگر زندگی یهودیان ایرانی است که قرنها در ایران زیستند و اغلب همزیستی مسالمت‌آمیز را به عنوان یکی از مهارت‌های بقا آموختند. در هر کجای جهان که هستید کتاب ایران من نوشته ایزک یومتویان می تواند بهترین هدیه برای ایرانی های نسل دوم و نسل سوم در خارج از کشور باشد. دوست عزیز، ایرانی های نسل دوم و نسل سوم یعنی چی؟ ما فکر کنم تازه ایرانی های نسل اول رو داریم در خارج. شما که نویسنده هستید، فرهیخته هستید، این رو باید رعایت کنید. یعنی چی ایرانی های نسل دوم و سوم در خارج؟ هر نسل 25 ساله که حالا دارن عوضش میکنن بیارنش به 30 تا 35 سال، چون سن ازدواج رفته به طرف 30 و 35. نسل طرف دنیا میاد میرسه 25 سالگی ازدواج کنه، 24 سالگی ازدواج کنه، 26 سالگی 25 سالگی بچه دار میشه، این یه نسل، نسل دومش میاد، این نسل اوله. ولی وقتی شما میگید نسل اول ایرانی های خارج، منظورتون به انقلابه. ما که از ایران آمدیم اینجا، ما به قول بعضی ها میگن نسل سوخته هستیم. بچه های منم که اومدن اینجا، اگه ایران دنیا اومدن فکر نمی کنم نسل اول اینجایی بشه، ولی حالا میگیم تخفیفشون میدیم، میخوایم زود بگیم آمریکاییان، از شهرشون راحت بشه. در هر صورت ممنون آقای اسحاق یامتوویان، این رو هم در موردش صحبت میکنیم. دوستان اگر شما هم کتابی مینویسید، اگر یه جلد از اون کتاب رو برای ما، برای تلویزیون مردم ارسال کنید، ما اون کتاب رو نشون میدیم، میگیم کتاب مثلا زندگی من، ایران من از نوشته فلانی. این بهش میگن پروموت یا میگن پلاگ. حالا من نمیدونم، ما تو ایران پلاگ برق میگفتیم، اینجا آتلت و پلاگ نمیگن. در اصل حالا مهم اینه که شما میفهمید من چی میگم. اگر کتاب شما مینویسی، بعدن میتونی یه جلدش رو برای من بفرستی، من اینجا نشون میدم و گاهی وقتا یکی دو دقیقه در موردش صحبت میکنم. چون من وقتی یک کتابی میاد میشینم اون پشت صفحهشو میخونم، میشینم اون اولش رو میخونم که مقدمه هست، نظریات نویسنده های دیگه هست، اونا رو میخونم. بعضی وقتا هم بلا فاصله سوال مطرح میشه. اتفاقا اون روز یک کتابی رو صحبت از کتاب شد، این دوست ما 40 تا کتاب لطف کرد فرستاد و من هنوز وقت نکردم عکس بگیرم این کتابا رو تو برنامه نشون بدم. والا به جای این کتابا، به جای صورت من کتابا بیان برن بنویسیم آقا خانم هر کتابی اگر 100 دلارم هست ما به شما میدیم 25 دلار، ولی این کتاب دست به دست بگرده بیاد. حالا آقای خلیلی تو کالیفرنیا فوشمون میده، بیاد شما هم بخونی. شاید شما کتاب 100 دلاری رو نمیخری، ولی کتاب 25 دلاری رو میخری، تازه منتی هم میذاری سر تلویزیون مردم که تلویزیون مردم رو حمایت کردی. ما هم 5 دلار 6 دلار 7 دلار میریم میدیم پستش میکنیم. یعنی از این ماجرا اگه ما به خیر بگذریم، 40 تا کتاب ایشون فرستاده، 40 تا 25 تا میشه 1000 دلار. 1000 دلار ما 200 300 دلارشو خرج پست کنیم و وقت بذاریم، 600-700 دلار گیرمون میاد، 700-800 دلار گیرمون میاد که بذاریم برای همین مخارج. دیروز داشتم یه ویدیوی ضبط میکردم، این
دوربین اصلی ما که این بهترین دوربینمون هست یه دفعه از کار افتاد، اصلا ماتم گرفته بودم. یادم میاد چند مدت پیش یه بار مشکل داشتیم با همین دوربین و گفتیم که یه دوست هندی هست، دوست که میگم یعنی باهاش رفتیم یه بار کار دادیم، آشنا شدیم، حالا بهش میگیم دوست. و این هر وقت چیزای برقی و اینا تعمیر، اینجا دیگه کسی تعمیر نمیکنه ولی اینا هنوز کار میکنن، تعمیر میکنن. میریم اونم چه کار میکنه، معمولا دیدم دو تا مثلا دوربینو میکنه یکی، چون میدونید دوربینا قسمت جلو داره و قسمت پشت داره که ضبط میکنه، قسمت جلو فقط نشون میده. ما برای این کار استودیو فقط بیشتر قسمت جلوش رو لازم داریم دیگه، اون قسمتی که نوار هست یا کارت هست و اینا احتیاج نداره. خلاصه ماتم گرفته بودم، گفتم ای بابا این دوستمون حالا لطف کرده یه پولی فرستاده برای لامپ، ما دوربینمون از کار افتاده، چه فایده‌ای داره وقتی من لامپ بذارم اینجا دوربین نداشته باشه. خاموشش کردیم، تمیزش کردیم و ساب کردیم. امروز صبح زود قبل از اینکه بریم بیرون آمدیم روشنش کردیم، دیدیم کار میکنه، به خیر گذشت. شاید داره به ما وارنینگ میده، هشدار میده، سوربی از من خیلی کار کشیدی، خسته شدم، بذار برم. چشم. این از این. اگه شما دوربین خوبی دارید که دوربینایی هایی که نوار توش میخورد اون وقتا، گرون هم بودن لامصبا، ولی الان دیگه استفاده ندارید، اون رو لطف کنید برای تلویزیون مردم بفرستید، چون ما قسمت جلوش رو برای ضبط کردن میخوان، قسمت نوارش رو ما اصلا ضبط نمی کنیم باهاش، روشنش میکنیم، فقط میدیمش به سیستم. اینم از خب 2:37 دقیقه بعد از ظهر روز چهارشنبه است. تا الان این آدامس خروس نشان هر چی ما گفتیم به هیچ جا نرسیده. اصلا برنامه همینه، قرار نیست شما که الان میای اینجا مثلا از 32 حرف فارسی اگر 16 تاشو میدونستی الان وقتی میری خونه 24 تا بدونی. اون مدرسه است، اون کار مدرسه است. قرار نیست شما اگه میای اینجا اگه لیسانس آمدی من بهت فوق لیسانس بدم، اون کار دانشگاه است. تلویزیون برای تفریح، تلویزیون برای انترتین چی بهش بگیم، شادمانی، خوشی، وقت گذراندنه. ولی تلویزیون میتونه مدرسه باشه، تلویزیون میتونه دانشگاه باشه، تلویزیون میتونه دفتر سیاسی حزب باشه، به شرطی که طرف که میاد توش بلد باشه، دبیر باشه، معلم باشه، سیاستمدار باشه، نه هر نن قمری، اسم مادر ما قمر نیست، نه هر نن، چه میگونم نن قمر، بلندشی بیاد اینجا برای شما تفسیر کنه. امروز باز برای من یه ویدیوی فرستاده بودن از آقای کوروش عرفانی، آقا یکی به این آقای دکتر بگی بابا همه این چیزایی که شما میگید نگید ما بلد بودیم که ناراحت بشه، بگید ما همشو از شما یاد گرفتیم. برادر، داداش، کاکو، داچی، چه باید کرد؟ این همه چیز به ما یاد دادی چه کار کنی؟ بابا ما 4 سال درس این بچه ها میدادیم، میرفت اون موقع که من بودم 3 سال درسشو میدادیم، کلاس 10، 11، 12، من معلم کلاس 12 بوده. اینا میرفتن تو بازار کار، کار میکردن، یکی از چیزایی که یادشون میدادیم کاریابی بود. آقای کوروش عرفانی که جرأت نمی کنی با من مصاحبه کنی، می ترسی. آقای افتخاری که فقط تو میگی اون برات به به چه چه، یعنی ببخشید اینو میگم، شما شدید لوتی و انترش. چه کار میخواین بکنین برای مردم؟ بله. خب داریم نزدیک میشیم به انتخابات، یه سری میگن بدین، یه سری میگن ندین، ما واگذار میکنیم به خودتون، میخوای بده و میخوای بدین، میخوای ندین، به من چه؟ مگه از جیب من میره؟ مگه از وقت من میره؟ دوست دارید رأی بدید، برید رأی بدید. تو ایران هستید، فکر میکنید واقعا این آدم بهش اطمینان دارید؟ رأی بدید. دوست ندارید نرید رأی بدید. توی خارج هستید، دوست دارید برید سفارتای ایران نمیدونم رأی بدید، برید رأی بدید. بنده از روزی که اومدم آمریکا نرفتم یه بار رأی بدم. از رأی برای آمریکایی‌ها رفتم انتخابات، اونم دیگه نمیرم. بارها گفتم اگه برید ویدیوام نگاه کنید میگم نمیرم. اینا هم دروغ میگن،
اینا هم بین بد و بدتر ما انتخاب میکنیم. این آقای مهدی خزلی مصاحبه کرده، حرفایی که میزنه منطقیه، میگه خب ببینید الان خوب شده که تازه اینها رو چی صلاحیت کردن، رفع صلاحیت که نمیشه که، در اصل نمیدونم این برنامه های افتضاحی که تو ایران هست، میگه همین اینها یکی یکی با دولت جمهوری اسلامی بودن و الان داد و فریادشون اینه که چرا ما قدرت نداریم و الا برای مردم نیستن. و میگه اونی که قوی تره میدونه که این آمده به سهم خواهی، اون اینو بازی نمیده، میگه نه توپ دست منه، من این بالا میزنم، اونایی که مثل ما بالا هستن بازی کنن، اون پایین اگه افتاد توپ بیرون اون وقت شما بردارید. ای آقای خزعلی نظرش اینه که شما برید رأی بدید، ولی من میگم ما اینجا به عنوان یه تلویزیون، به عنوان یه بلنگو، به عنوان یه سکوی ارتباطی، فقط کارمون، وظیفمون اینه که اگر کسی دوست داره این مصاحبه نوار آقای خزعلی رو روزی 10 دلار 20 دلار بده پخش کنیم اینجا، اگه با اون موافقی. اگر با اون موافق نیستی و با یه نفر دیگه موافقی که میگه نرید شرکت کنید، شما ویدیوی اونو ارسال کن، ما براتون پخش میکنیم. چی بگیم والا؟ یک ویدیوی رو داشتم میدیدم، اولا این آقای منصور سپهروند اگر نگم آدم خوبیه، کاراشم خیلی ساده و خودمونی و میخنده تو برنامه و صحبت میکنه و اینا، مصاحبه هم که میکنه خیلی خودمونی، یه مصاحبه انجام داده با پسر خانم هایده، نمیدونم حالا این مصاحبه مال کی بود دقت نکردم، ولی با اون میگه که 2 روز دیگه به سال مرگ پدر مادرت مونده. والا سالگرد مرگ ما شنیده بودیم، سالگرد درگذشت، سالگرد وفات، ولی ما سال مرگ؟ اگه اینجوری شما میگید مثلا یه چیزی هم برای ازدواج پیدا کنید. میگن سالگرد ازدواج، سال مرگ چی چیه آقای منصور سپهروند؟ بعد شما توش نوشتید که این ویدیو بدون بدون رتوش. رتوش اگه اشتباه نکنم یک کلمه فرانسویه، اگه اشتباه نکنم باز انگلیسیش میشه ریتاچ، ریتاچ کردن. این رو عزیز من برای ویدیو استفاده نمی کنم، یا شاد میکنن من بلد نیستم، این رو برای عکس استفاده میکنن، که عکسو که میگرفتن یه نفر دیگه میمده رتوش میکرده با یک مدادی نازک، قلم نازک روی فیلم خط میکشیدن، روی فیلم منفی، اصلا نگتیف که بهش میگفتن برای این بود، بعد اینو میگفتن رتوش. برای ویدیو میگن تدوین، سانسور، ادیت، کات. البته نمیدونم، شاید ایشون عمدن نوشته بود که اون دوست منم برای من بفرسته بگه آقای سوربی روتوش درسته یا تدوین، نمیدونم. برای نوشتن مثلا میگن ویراستگری هم چیزی، اینجا همشو میگن ادیت. مثلا مزمی میگن فلانی ادیتوره، که من از کار ادیتینگ هم خیلی بدم میاد، چون کاریه که اون طرفی که براش کار رو انجام میدی باید دارای فهم و شعور بالایی باشه که بفهمه تو چند ساعت وقت گذاشتی تا این کار انجام شد. دیروز داشتم به یک کسی کمک میکردم، باور کنید اولا من از 10 صبح قرار گذاشته بودم منتظر ایشون بودم، ایشون هول و هوش 11 تماس گرفت. خب بعد برام گفت که یه مشکل پزشکی براش پیش اومده و اینها. من تا 4 بعد از ظهر فقط موقعی که ایشون میرفت یک کاری انجام بده برگرده بیاد من با ایشون داشتم کار میکردم. و بعد بهش گفتم که حالا شما اگه دوست داشتید تلویزیون مردم رو سپورت کنید، همت عالی. تو پرانتزم به شوخی براش نوشتم از 1 دلار تا 1,000,000 دلار به من بگید که چند بنویسم براتون، اگر میخواین چند بنویسم شما ارسال کنید، چون ما از این ور براشون مثل بیل میفرسیم، مثل صورت حساب میفرسیم. ایشون هم لطف کرده بود به شوخی یا جدی نوشته بود که 1,000,000 دلار بهتره و حالا ببینیم چه خواهد شد. Don't ever tell me you never listen to your wife. Are you expecting third world war? I only do what the voices in my wife's head tell her
تو بله. خب خوشحالم که این رو آقای آریانپور لطف کردن فرستادن تا من راجع به آقای آریانپور و برنامه امروز هم چهارشنبه بگم، چون ایشون جایی که زندگی میکنه در تقریبا میشه گفت مرکز شهر ویرجینیا است و اونجا رو چون نزدیک مترو و خیابونای اصلی هست فوری تمیز میکنن، ولی ماها که یه مقداری دورتر زندگی میکنیم تا بخوان به ما برسن اینجا والا شدیم سیتیزن درجه دو سه، طول میکشه. و من به ایشون گفتم که یا خودشون ایشون رانندگی میکنن میان، بعض وقتا با دوستشون میان، گفتم که جاده ها خطرناکه. از طرفی چون من رفته بودم بیرون و امروز دو تا کار داشتم که نمیدونستم چقدر اینها طول میکشه، گفتم حتی شاید به موقع نرسم و از ایشون خواهش کردم که امروز با این برف و اوضاعی که دیدید، والا من این عکسی که گرفته بودم یه چند دقیقه قبل از اینکه بیام داخل این عکس گرفته بودم از برفی که هنوز اینجاها هست، در صورت اینه که آقای آریانپور اینجا نیستن امروز. و این هم در رابطه با خانم ها و آقایون و قدرتی که ماشاءالله خانم ها دارن. میگه که اینجا به انگلیسی نوشته من فقط کاری را انجام میدم، I only do what the voice، من فقط کاری میکنم که صداهایی که توی کله یا توی سر خانمم هست بهشون به اون میگه منم اونو انجام میدم. در صورت این ماجرای زن و مردها همیشه شنیدنی بوده. یه دوستی دارم هنوز هم در آلمان، آقای کاظم صدیقی، این توی اصفهان بوکسور بوده و باباشم یه آخوندی بوده، حتی به اینم گفته بود تا هم باید بری جبهه کشته بشی گناهات تو آلمان ریخته بشه، اینم گفته بود اوکی من برم حساب کتابامو درست کنم بیام. آمده بود از آلمان، از ایران آلمان، اونجا مونده بود بر نمیگشتی. و این به ماها که دوستاش بودیم، من بودم، آقای بختایاری بود، آقای یعقوبیان بودن، 4-5 ایرانی بودیم تو اون ده کوچولو هوخهای، میگفت که ببینید هر کسی هر دروغی میخواد بگه من باور میکنم، هر کسی هر لاف زدن میشه گزافگویی، هر گزافگویی من باور میکنم تا جایی که بگه من از زنم نمیترسم. البته منظور اون این بود که من از زنم حساب نمیبرم. میگفت اونجا دیگه بهش میگم که ببخشید من این حرف رو نمیتونم قبول کنم، باید برم. آقای مصطفی زاده، من پرسش شما رو برای آقای افشارها فرستادم، امیدوارم ایشون جمعه باشن و اون پرسش که شما کردی، چیزایی که آقای جهانشاه افشارمش میگم، آقای جاوید شهافر گفتن، حتی دعوت کردن ایشون رو که بیان مناظره، اینها رو وظیفه آقای افشار هاست و من اینجا فقط به اصطلاح نامرسان یا واسطه و بین شما دوستان هستم. سلام آقای سوربی، علی آقای عزیز و گرامی، مزخرفات این مردک هومر آبرامیان را برای من نیز ارسال کردم و از لطف ایشان بسیار متشکرم. آقای سوربی، اگر به یاد بیاورید من چندی پیش دهان او را پر کرده بودم و مدتی خفقان گرفته بود. به هر حال مقداری از خودخوری های آبرامیان را شنیدم. متوجه شدم که احمق‌تر از این آشغال هم بسیار است و اگر این گونه احمق‌ها این مردک را کوک نکنند و آقای خسرو شکیب جهود مشهور هم به او اجرت ندهد که بیاید و خودخوری کند و یا مدفوع سگ از مقعد مقعد یا مقعد آقای خسرو شکیب بخورد او ساکت می‌شد. ضمناً اگر خسرو شکیب این احمق را از آپارتمانی که مجاناً در اختیار او قرار داده بیرون کند، او اینقدر خودخوری نخواهد کرد. ارادتمند مصطفی زاده. آقای خسرو شکیب رو من میشناسم، اتفاقا یه مدتی یه برنامه گذاشته بود به نام به پا خیز ای ایران، بر پا ای ایران، با شور و هیجانم به من زنگ زد، آقای سوربی شما با آقای زیا کار میکنی؟ گفتم ما با همه کار میکنیم، ولی یه وقت نگو زیا، یا ببخشید زیا مصطفی زاده. گفتیم کدام زیا؟ گفت زیا آتاباه. گفتیم ما مشکلی باهاش نداریم. اون بنده خدا یه دفعه حشری میشه، گرمای اون آقاجاری و اینا هنوز تو کلشه. گفت که بله ما یه تلویزیونی میخوایم راه بندازیم، از شما میخوایم که دفتر واشنگتن رو کنترل کنی و فلان اینها. گفتیم خب چیه؟ گفت اسم این تلویزیونه به پا خیز ایران.
برپا برپا ایران. گفتیم باش چشم. معمولا همه دنیا میشینن تلویزیون تماشا میکنن، آدمای دنیا، ما ایرانی ها برپا وای میسیم، به هیچ جا نرسیم. این ماجرای آپارتمانی که شما میگی من نمیدونم، اسم شما رو هم خوندم، اگر مسئولیتی داشته باشه آقای هومر آبرامیان، آقای خسرو شکیبی، گفتم چی؟ خسرو شکیب، با شما تماس میگیرم. ولی این رو من درباره همه شنیدم. مثلا میگن آقای میبودی هم یه مدت رفته بوده لاس وگاس و اونجا آپارتمان سازی داشته، آقای چون آقای چیز لاس وگاس، آقای شکیب یه آپارتمان هم به اون داده. حالا آقای مصطفی زاده گرامی عزیز، من برات ماجرای خودم بگم. بنده سال 1987 یه آپارتمان کوچولویی از داداشم خریدم، والا آمریکایی که به من آپارتمان نمیفروخت. داداش ما استاد دانشگاه یه وامی گرفته بود که این وام رو میتونست به ما منتقل کنه. پیشم میگفتن assumption loan، یه چیز اینجوری، یعنی میتونه اونو به من منتقل کنه. ما یه آپارتمان خریدیم، یه مدت موندیم اونجا آپارتمانه، بعد از چند مدت جلوش آمدن مسجد درست کردن، این مسجدی ها میمدن پارک میکردن جای ما رو تو آپارتمان، و به هر کنیمشم میگفتیم بابا جون اگر شما به خدا ایمان داری، اگر به مسلمونی اعتقاد داری، شما اومدی جای چی بهش میگن، جایی رو که یادم میره بعض وقتا کلمه گیر میفته، بعد برنامه برام دوستمون میفرسه، جاهایی رو که مقص چیز میکنن قصب، شما آپارتمان من که بهش پول میدم برای من شماره زدن، دو تا ماشین میتونم اینجا پارک کنم، شما جای من رو قصب میکنی و این نمازت باطله. جمعه میای اینجا، خیابونه رو ریخته بودن به همونها، یه بی‌نظمی بود. گفتیم آقا بلند شیم بریم یه خونه زندگی کنیم. همه دوستامون هم خونه داشتن، ما تو آپارتمان بودیم، آمدیم رفتیم یه خونه خریدیم سال 91. از 91 تا 2003 هرچی این خانم ما میگه این خونه کوچیکه، ما هر جا میریم دوستان خونه بزرگتری دارن، آدم خجالت میکشه، 4 تا مهمون که میاد باید برن این ور، 4 تاشون برن اون ور. گفتیم بابا پامونو به اندازه گلیممون دراز میکنیم. با ترس و لرز و وحشت اون خونه رو فروختیم، آمدیم این منزل رو خریدیم سال 2003. شما این داشته باش، همین آقای داور، همین آقای محمد صحت، اینها شاهدن. من حتی مجبور شدم برای اینکه تا این میفروشیم اون به دستمون برسه 30,000 دلار قرض کنم که این حالا وایسیم این بفروشه، پولی که میخوان بده کاریشو بدن، بازموندهشو بدن به این، بعد این از این باید مزخرف هایی که میدونی اینجا ایش که صابخونه نیست، اینجا ما باغبونی، اینجا ما نگهداری میکنیم، اینجا ما در چی بهش میگفتن آبدارچی هستیم، خونه رو آب بپاش و فلان و تمیز و اینها، بعد که میری یا میمیری میاد میگه آه این انقدر بدهکار بوده باقیش هم دولت گرفت. همونایی که تو تلویزیون رنگارنگ بودن، یه پسر جوانی بود که چقدر من به این کمک کرده بودم، این احمق، خب البته تقصیر داور بود، میگفت که تلویزیون سوربی یه قصر خریده، جمهوری اسلامی بهش پول داده. حالا خود همین دوستان نشون میدادن که وقتی برف میاد سوربی یه قراردادی داره که هر یه، اینجا میگن فلیک، سنو فلیک، هر یه دونه برفی که میاد پایین سوربی 50 سنت میسازه. البته اینجوری نبود، ولی میخوام بهتون بگم. حالا من نمیدونم اگر آقای هومر آبرامیان، آقای خسرو شکیب بهش آپارتمان داده چجوری داده که همه میدونن، و والا به این سادگی هم همون آقای خسرو شکیب اگه قرار بود به این اون آپارتمان بده خسرو شکیب نمیشد. اینا میگن مرغی که چاق‌تره تخم‌های کوچولوتر میذاره، ببخشید هرچی چاق‌تر میشن اینها خسیستر میشن. ضرب المثل داریم از بزرگی چشم فیل، دانستم
آنان که غنی ترند محتاج تر از کوچکی چشم فیل. ببینید فیل به این گندگی دو تا چشم داره اینقدر. از کوچکی چشم فیل دریافتم یا دانستم آنان که غنی ترند محتاج ترند. اگه اینا میان توی برنامه تلویزیونی میگه آقا من 2000 دلار میدم، 200 تا سکه طلا میدم فلان، اینها با اون صاحب تلویزیون قرار گذاشته که من میام میگم که دیگرانم بیان قمپوز در کنن بگن، بعد از حاصل درآمد 200 سکه طلا که ندادم هیچی، تازه از حاصل درآمد تو یه چیزی هم میخوام. خیلی دروغ هست تو این بیزینس. ای کاش چیزایی که من امروز میدونم سال 1000 نه تا سال 2001 ای کاش میدونستم، هرگز پامو از تلویزیون فیرفاکس کاونتی پابلیک اکسس به تلویزیونای پولی ایرانی نمیذاشتم. باور کنید اگه همونجا مونده بودم، ببخشیدا اینجا ضرب المثل میگن همه یه گوی شدن، ما همون آقایی که بودیم هستیم. باور کنید من اگر اونجا مونده بودم یه پخی شده بودم، چون از همون تلویزیون کانال 26 که پابلیک آمریکایی هست یه خانم مسنی هم بود به من گفت که شما، من زبانت رو نمیفهمم ولی وقتی که صحبت میکنی فکر میکنم میفهمم چی میگی. اشتباه کردم که امروز یک خانم ایرانی 90 ساله بیاد زنگ بزنه به خودش اجازه بده به ما توهین کنه، بگه شما نمیفهمین و این پولایی که به شما دادن خانم کی داده؟ بابا یکی اگه میده ببخشید 9 ماه باید پوست شکم بکشه. کی داده؟ کجا دادن؟ شما که تو خونه نشستی از کجا خبر داری؟ اگه برنامه دوشنبه منو ندیدید آقای مصطفی زاده حتما ببینید. عینک زده بودم آمده بودم، توپ پر، چش درد، من تا دیروز صبح چشمام سرخ بود. بعد الان تمرین میکنم، الان خودم رو مجبور میکنم اگر ربع ساعت کار میکنم واقعا بلند میشم یه دور میزنم چشمام میبندم یا اینجوری عینک رو برمیدارم دستامو میزنم روی پلک چشمم و یک چند ثانیهی بهش آرامش میدم. و چقدر جالبه این کاری که شما میکنید، باور کنید بعدش بهتر میبینید. پس نشون میده مثل ماشینه، شما دیدید ماشین رانندگی میکنی خودت گرمت شده، ماشین گرم شده، شیشهش کثیف شده، وای میسی توی پمپ بنزین، دستشویی میری خودت راحت، میری یه نوشابه میخری میای میذاری شیشه ماشین تو پاک میکنی راه میفتی، اصلا بعد از این 10 دقیقه دیگه مثل 10 دقیقه قبل خسته نیستی. در صورت اینم از این، ولی با شما هم عقیده که این آبرامیان احمق‌ترین آدمیه که تا حالا من تو زندگیم دیدم. یعنی خدایش بگم بیچاره این حقا بهش ظلم شد، ما اینقدر بهش گفتیم این احمقه. و این آبرامیان دروغگوترین فردیه که من تو زندگیم باش برخورد کردم. و تازه حالا سر پیری معرکه گیری، حالا تازه میگه من حالا فهمیدم که بعد از این تا آخر عمرم چگونه زندگی کنم. ای به گور پدرت اگه دروغ بگی. حالا نمیدونم این پدرش ارمنی بوده، این آخه ارمنی بوده، بهایی شده، زرتشتی شده، نمیدونیم اینم پدرش کوروش بوده، پدر کوروش توی شاهنامه بوده، قصه بوده مثل سهراب، بچه بوده سیمور بردتش بالا، نمیدونم. خب چرا نام کوروش بزرگ در شاهنامه نیست؟ نمیدونم. اگر وقت گردید برید مزخرفات این مرتیکه رو نگاه کنید ببینید چرا نیست. تازه باشه نباشه چه فرقی میکنه؟ من دو دلیل گفتم چرا نیست. یکی این که کوروش پول نداده به فردوسی، یکی این که کوروش تاریخ فردوسی قصه نوشته. این از این دو دلیل من. و اما 10 نکته کوتاه از تحریفات شاهنامه. تعریفات نه، تحریف. تحریف یعنی دروغ، یه چیزی رو عوض کردن. و اما اینو کی نوشته؟ شبنویس. بیچاره روزا میترسه، چون این بابک هروی برنامه منو دیده بود، بعد نوشته بود بابا دمت گرم، عینک زدی آمدی و اینها، من یه روز تیشرت پوشیدم ملت میخواستم پوست من رو بکنن، تو با چه جرأتی با عینک اومدی و این حرفا رو میزنی؟ گفتم جرأت لازم نداره. نوشته بود جیگر داری؟ گفتم نه جیگر نداره، کم عقلی احتیاج داره، که من در کم عقلی خیلی بی عقلم، یعنی کم عقلی زیاد دارم. شب نویس، تجربه های شخصی شیخ دهنده دنیای خاص هر فرد است.
عقاید من، نگاه من، دانش من و احساسات من دنیای منحصر به فرد من است. اینجا من بخشی از دنیای خود را با دیگران به اشتراک می‌گذارم، چرا که ورود به دنیاهای یکدیگر همان تنها نماندن است. خیلی قشنگ نوشته، نمیدونم این کیه. بعد شبنویس رو میریم بالاتر ببینیم 10 نکته کوتاه از تحریفات شاهنامه چیه. ببینید من الان با نگاه این ور میکنم دیگه اونو نمیبینم. اگه یه نفر بود اینجا کمک میکرد، خب طرف بازنشسته، بیکاره، میگه من بیکارم، به هم برنامه بده فلان. ولی اگه به یکیش گفتی آقا بیا اینجا کار کن، میگه من دیوانم بیام اینجا کار کنم، خب میرم 7-11 کار کنم، ساعت 8 دلار 10 دلار 15 دلار میگیره. دروغ میگیم ما. از این ور میگیم آقا من بیکارم، از اون ور تا گفتیم خب حالا که بیکاری بیا کار کن، میگه نه من که نمیخوام کار کنم، من وقت گفتم بیکارم. 10 نکته کوتاه از تحریفات شاهنامه. از حدود 2 سال پیش یک کار تحقیقی شاهنامه نگاری به صورت تفننی آغاز کردم، یک طرح و پروژه شخصی که بیشتر از روی علاقه بود که متاسفانه بعد از حدود 1 سال تحقیق و مطالعه به دلیل گرفتاری‌های شخصی متوقف شده بود. مدتی است که باز فرصت دوباره‌ای به دست آوردم، کار را از سر گرفتم و اکثر اوقات فراغت مشغول خواندن و تحقیق در مورد شاهنامه، شخصیت‌ها، لایه‌های روانشناختی، داستان‌های آن باشند. خوشبختانه در این راه 2 همکار جدید هم که یکی استاد تاریخ هنر است و دیگری تصویرگری زبردست به یاری و جمع ما اضافه شده. در این مدت نکات بسیاری را در پاورقی کتاب‌ها یادداشت کردم که لازم دیدم از آن بین به طور خلاصه و گذرا به برخی نکات و باورهای غلط اما بسیار رایج درباره شاهنامه اشاره کنم. قبلا هم البته مقالات زیادی در این زمینه توسط متخصصین و اهل فن منتشر شده است که متاسفانه بازتاب گسترده‌ای نداشته است. 1. بسیاری از مردم بر این باورند که در شاهنامه از واژه‌های بیگانه و به خصوص عربی استفاده نشده است، که این باوری غلط است. البته در این که فردوسی واژه‌های فارسی را به عربی ترجیح می‌داده شکی نیست، اما در بسیاری ابیات از لغات عربی استفاده کرده که می‌توان موارد زیر را مثال زد: غم، حمله، قطره، قلب، نعره، نظاره، حصار، برهان، قضا، قدر، ایمان، جوشن، سنان، رکاب، انان، هزیمت، سلی به معنای سلاح، منادی، سریا، نبات، صحاب، عقاب، فلک، درج، صف، میمنه، عجم، عجب، محضر و سلی. به طور کلی حدود 5% از واژه‌های به کار رفته در شاهنامه غیر فارسی هستند. 2. بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. این بیت یکی از اشتباهات بسیار رایج درباره فردوسی است، در حالی که در اغلب نسخه‌های معتبر و قدیمی شاهنامه این بیت و ابیات ادامه‌اش وجود ندارد. جالب اینجاست که خیلی ها از این بیت برای اثبات اشتباه اول، یعنی عدم وجود واژه‌های عربی در شاهنامه استفاده می‌کنند، حال آنکه در خود همین بیت مورد شک کلمه عجم یک کلمه عربی است. این بیت آنقدر بین مردم مشهور شده که حتی بارها و بارها در رسانه‌های مختلف فارسی از آن استفاده می‌شود. کسی نیست بپرسد کجای شاهنامه و در کدام نسخه چنین بیتی نوشته شده است. 3. بسیاری از این تحریفات و جعلیات در 100 سال اخیر وارد باور ایرانیان شده است و در نسخه های قدیمی تر دیده نمی شود. به نظر می رسد در نتیجه تبلیغات و سیاست گذاری فرهنگ ناسیونالیسم افراطی و تأکید نژادی در دوران حکومت پهلوی ها این رویه به صورتی هدفمند اجرا شده باشد. در آن دوران انجمنها و کتب و مقالات بسیاری درباره نژاد پارسی و
ایرانی و آریایی منتشر شد که بسیاری از آنها صرفاً دروغ و مجهول بود. به عنوان نمونه، یک مؤسسه دولتی به نام انجمن آثار ملی بیش از 100 جلد کتاب درباره شاهنامه چاپ کرد که در یکی از انتشارات همین انجمن تحت عنوان یادنامه فردوسی این شعر زیر آمده است: چو کودک لب از شیر مادر بشست، محمد رضا شاه گوید نخست. اگر همدم شه بود فرهی، فرح زاید از فر شاهنشهی. شهنشاه بانوی فرخ نژاد، که شاهنشهش تاج بر سر نهاد. این گونه اشعار و وصل کردن آنها به شاهنامه در واقع روی دیگری از سیاستهای امروزی در ایران و وصل کردن حاکمان امروزی به امامان شیعه است. شاید از همین روح باشد که شاهرخ مسکوب، نویسنده مقدمه بر رستم و اسفندیار، در سال 1348 نوشته است: در تاریخ، من نمیدونم این تاریخ سفله پرور ما، بیدادی که بر فردوسی رست، سفله پرور حتما یعنی مرد پرور ما، بیدادی که بر فردوسی رفته است، یا قریب پرور، نمیدونم، مانند ندارد و در این جماعت قوادان و دلغکان با هوسهای ناچیز و آرزوهای تباه کسی را پروای کار اون نیست. در همین باره ملک الشعرای بهار نیز از نخستین رجال با صلاحیت ادبی بود که به این تبهکاری ها توجه و اعتراض کرد. او نوشته است: این اواخر باز هم تصرفاتی در اشعار فردوسی شده و می شود از قضا در نسخه شماره 3 و 4 مجله آینده در صفحه 182 6 بیت از شاهنامه دیدم که هر کدام را از یک جای شاهنامه برداشتن، یک مصرع زیادی به آن افزوده و یک مصرع کاستن و در جراید و مدارس آنها را می خوانند و یاد می دهند. 4 بیت بسیار معروف چو ایران نباشد تن من مباد، اساساً سروده فردوسی نیست و در نسخه های معتبری که در دسترس من بود چنین بیتی پیدا نکردم. تنها مصرع شبیه به این بیت در رزم رستم و سهراب است که فردوسی از قول هجیر به سهراب می نویسد: چو گودرز و هفتاد بور گزین، یا گزین، همه نامداران ایران زمین، نباشد به ایران تن من مباد، چنین دارم از موبد پاک، چنین دارم از موبد پاک باد یاد. هرچی، این مقاله طولانیه، سعی میکنم نویسنده این رو پیدا کنم، دعوت کنم. اگر کسی از شما مایل هست این رو بخونیم، ادامه بدیم، به صورت فیلم نشون بدیم، باید هزینه کنید. اینکه سوربی جان اون مقاله‌ای که خوندی ای کاش تا آخرش میخوندی، این جادجودی به همه میگه ای کاش قد منم 6 فوت بود، ای کاش پدر منم هنوز زنده بود تا من از دانشش و تجربیاتش استفاده میکردم. پدر بنده فوت شده، جادجودی 5 فوت هم قدش نیست. شما هم باید هزینه کنید. این رو هم همین علی فرستاده، علی شیرازی عزیز، ازش ممنونم. بله، میگه که 1 ساعت به سخنان هومر گوش کردم. برای من حقیر جالب بود وقتی که فهمیدم چرا فردوسی و شعرهای به نام دیگر صحبتی از کوروش به میان نیاوردن. کاش خلاصه چکیدش رو برای ما نوشته بودی علی جان، چون من مزخرفات هومر رو نتونستم بیشتر از 7-8 دقیقه گوش کنم و گفتم نخواستم. اگر دانش اینه، آگاهی اینه، من نخواستم. گفت که بیچاره علی شیرازی، که بیچاره آن که گرفتار عقل شد، خوشبخت سربی که خرامد الاغ رفت. این شعر را هم فردوسی گفته، همون جایی که گفته بود ادب نزد نمیدونم. خب اون روز یه عکسی نشون دادم که این دوستان یهودی یک مرغ یا خروس رو میگیرن، میچرخونن و میزنن به دیوار 3 مرتبه تا این بمیره و باور دارن گناهان اون سالشون بخشیده شده. یه دوستی برای ما این رو فرستاد و گفت که آقا بیا، مسیحی ها هم این کارو میکنن. حالا اینا که ایراد میگیرن که چرا مسلمان ها قربونی میکنن، شما ایراد میگیرید چرا یهودی ها این کارو میکنن، بیا نگاه کن. در ویتنام نوشته این: Stop Catholics in Vietnam of killing and torturing dogs for Christmas now. The world is watching you. میگه که این ویتنامی های کاتولیک رو لطفاً
بهشون بگید که نکشید این سگها رو برای کریسمس. من ویتنامی ها رو میدونستم، بعضی هاشون میگفتن میمون ها و اینها رو چیز میکنن، ولی نمیدونم توی این میبینید بیچاره اصلا اینجوری که سگه رو گرفته مثل که زنده زنده انداختن. حتی میدونید تو چین و اینها پوسای سگ و اینها رو هم چیز میکنن، به بعضی ها به اسم پوسه نمیدونم چیزهای دیگه میفروشن. در صورت مذهب دین همشون وقتی که داخلش بشید مطالعه کنید یک چیزایی دارن به اصطلاح که اینا باید با زمان عوض میشده عوض نشده. بهایی ها بزرگترین افتخارشون اینه که چون دینشون جدیده، دین قرن بیستو قرن نوزده صد خورده میشه هنوز قرن نوزده هم فکر کنم یا بیستومه و به درد میخوره، ولی اینا هم توش موندن. آقای چیز آقای حسن ارشاد از اینا سوال میکنه، میگه آقا این اگر یک کسی این گناه رو انجام بده جرمش چیه، اگر یک کسی این خلاف رو انجام بده جرمش چیه، کتاب شما جرائم رو معین نکرده. و اینا هم در رفتن، فعلا کسی صحبت نمیکنه. خطاب به رژیم براندازان مصمم. هموطن، ممکن است اعلام کنید تنها برای رفع این مشکل عظیم کشورمان برنامه شما برای آن پس از براندازی چیست؟ همه را اعدام می کنید؟ همه را جمع‌آوری و در بازداشتگاه ها به درمانشان می پردازید؟ در بازداشتگاه که درمان نمی کنند، در بازداشتگاه بازداشت می کنند. همه را نصیحت کنید دست از ادامه آلودگی خود بردارند؟ از پروردگار بخواهید آن راه را برای راست هدایت کنند؟ از ورود مواد مخدر جلوگیری میکنید؟ برابر قوانین سنتی جاری انگشتان دستشان را میبرید؟ برایشان دعا میخوانید؟ به آنها پاسپورت میدهید که از کشور خارج شوند؟ و یا تبدیل رژیم خود به خود همه معتادان ترک اعتیاد خواهند نمود؟ و هزاران پرسش دیگر. منطقه وحشتناک در تهران به نام میدان شوش. اینم از این ماجرا. و اما یه دوستی داریم منصور آقا که لطف کردن قبلا هم تلویزیون مردم رو حمایت کردن، از ایشون من خواهش میکنم که باز هم این کار رو انجام بدن. و ایشون وقتی که من درباره خانم فروزان هنرپیشه‌ای که من قبول ندارم ایشون هنرپیشه بوده، من قبول دارم ایشون بر اثر زمان مکان افتاده تو ماجرای فیلم برداری و دست یه نفر ببخشید زیر پای یه نفر آمده اون هنرپیشه شده. ای کاش دوست نازنین من شما برای من منوشتی که خانم فروزان سالها در تئاتر کار کرد، سالها رفت مدرسه هنرهای زیبا، سالها درس هنرپیشگی خوند، یا اینکه نابغه‌ای بود که یه دفعه تو مدرسه یک نمایشنامه ای رو بازی کرد و به سینما راه پیدا کرد. همین پسر خانم هایده میاد توضیح میده که خانم هایده چجوری از این کابره به اون کابره اینا میرفت، شوهرش باش مخالف بود، بچه ها چجوری پشت ماشین میخوابیدن، ولی خانم هایده شبی $10,000 ببخشید اشتباه کردم، شبی 10,000 تومان سال 1353، 4 سال قبل از انقلاب که ایشون یادشه، سالی شبی 10,000 تومان پول میگرفته از کافه ها و کاباره ها. و بنده دبیر هنرستان، کسی که 120 تا بچه کلاس 4 هنرستان یعنی 12 رو درس میدادم، با اضافه کار و اینها میگرفتم مای 4,000 تومان سال 1357. آقای منصور عزیز، من آمدم گفتم که هنوز که هنوزه در فیلم های هندی مشکل دارن با بوسیدن هم دیگه، و شاید من و شما متوجه نشیم چون هنر فیلم برداری به این صورت هست که با ظرافت خاصی راجن راکومار بود چی بود با ویجین تیمالا میان توی فیلم سنگام، این پشت این درخت اون پشت اون درخت میچرخن و اینها، من و شما تو مغزمون فکر میکنیم اینها همدیگر رو بوسیدن، ولی همین امروز که صحبت میکنیم هنوز ایلیگاله، غیر قانونیه، ولی این کارو میکنن. من یادمه این عموی ما
چون من با پسرمون سینما و اینا زیاد میرفت. اینا پشت مسجد نو منزلشون بود، یه جایی بود که یه حمامی بود، اسم حمامه حالا یادم رفته، حمام هم یادتونه بعضی وقتا اینجوری بود، مثلا صبح مردونه بود، عصر زنونه، یا یه چیزایی از این مزخرفات داشت. اینا کارگردان اینها حالا چجوری آمده بودن این حمام رو اجاره کرده بودن. پسرعموی من چون آشنا بود گفت که میخوای بریم اینجا؟ گفتم چه خبره؟ گفت فیلم برداری میخوان بکنن. گفتم فیلم برداری چی؟ گفت یه فیلم فارسی، خانم سوزان کسرایی میاد توی این فیلم. آره اون به من نگو. گفتم برو تا بریم. رفتیم و ما دوست فامیل پسرعمومون بودیم، پسرعمومون دوست اون حمومی ما رو برد داخل نشست، آمدن فیلم برداری کنن. خانم سوزان کسرایی را آوردن، قرار بود ایشون لخت بشه، ما همچنان خوشا آب از چک و چیلمون را افتاده بود. ایشون گفت من لخت نمیشم جلو، من جلو دوربین و فلان بیسارا نمیدونم قبلا لخت میشده نمیشده. رفتن از شیرین بیان شیراز یک زن فاحشه تنفروش بیچاره را آوردن که جلو دوربین لخت بشه، حالا نگاه میکنن که مثلا موهاش مثل این باشه فلان. اونی که این فیلم رو تو سینما دید فکر کرد خانم سوزان کسرایی لخت شده. من و پسرمون میدونستیم که سوزان کسرایی نیست، درسته که این غلط بود. خانم سوزان کسرایی باید بگه من احتیاج ندارم که لخت بشم که هدف فیلم رو برسونم، و الا خانم سوزان کسرایی از لحاظ بینندگان لخت شده بوده، حالا به جای این این بوده. خانم حاله برید ببینید آقای میری توی رودخانه وایسادن اینجوری آب میریزن روی مماهای ایشون، روی سینه‌های ایشون. حالا خانم حاله با افتخار میاد وای میسه، بابا همون موقع گفتن فیلمای ایرانی از فیلمای لاندا بوزانکا زده جلو. آخه قربونت برم همین چیزا بود که شاه رو کله پا کرد. از این بر جلوی ایرانی ها رو میگرفت که این مقاله رو ننویس، تو اونجایی که گفتی فلان به من توهین کردی، از اون ور در رو باز کرده بود. خانم زری خوشگام، خانم مرجان، خانم فروزان، بگید دیگه، هنرپیشه ها رو بگید دیگه، کدوم یک از اینا هنرپیشه بودن؟ چه کار هنری ارائه دادن؟ چه فیلمی پر کردن؟ به جز این که به اون کارگر بدبختی که جمعه میرفت فیلم نگاه کنه بهش بگن آقا تو خیلی احمقی، نگاه بکن تو تهران چه خبره. اون وقت اون کارگرم حماقتشو نشون میداد، زن سرنگه دلا شده بوده میوه بخره، اون دیگه اختیار از دست در میره، میاد بند میکنه به این خانم. من خودم با یه هنرپیشه‌ای توی همین آمریکا صحبت کردم که کارگردان فیلم هم بود، گفتم این ماجراها چی بود؟ قسم خورد گوه آی سوربی وقتی که ما عشقبازی میکردیم بعضی وقتا اختیار از دستمون بیرون میره و اون کاری که نباید میکردیم میکردیم. عزیز من آخه اینقدر هر چیزی که ما دوست داریم ازش بعد من نظر خودم رو میگم، شما بگو این فروزان بی خود اسمش فروزان بود، این فروزان حضرت مریم بوده که دیگه بدتر میشه، بگو فرشته بوده، نظر شماست. من از شما میپرسم آقا نظرت راجع به مرلین مونرو چیه؟ مرلین مونرو خیلی ها میگن اون هنرپیشه خوبی بوده، ولی خیلی ها به خاطر اون کثافت کاری هایی که کرده و اینها میگن یه زن هرزه فرصت طلبی بوده که افتاده تو جریاناتی که آقای کندی بیاد و نمیدونم این بیاد تو این بیاد تو اون بیاد این. کجا آدیشن گذاشتن هزار تا بچه بیان اونایی که عشق هنرپیشگی دارن؟ عباس هندی تو کوچه ما، این بیچاره ما یه فیلم که میرفتیم من نمیدونم این چه مخی داشت، هر شعری رو این میخوند، این از خیابون چهارراه زند تا خیابون آسونه که ما باید پیاده را میرفتیم حدود یک ساعت پیاده بود، اگه شب حال داشتیم تون میرفتیم، این عین اون شعر رو برات میخوند که ما بهش گفتیم دروغ میگی تو قبلا رفتی این فیلم رو دیدی، میگه نه من عاشق اینا هستم. و این فیلم های هندی هم یه چیزایش توش فارسی بود میخون برم. کجا آمدن؟ یه دفعه دیدیم آقای نادر رفیعی رفت توی فیلم بازی کرده، خانم لیلا فروهر رفت توی فیلم بازی کرده. چرا لیلا فروهر؟ برای که مادرش و پدرش توی اونجا بودن. چرا نادر رفیعی؟ برای که باباش نمیدونم توی فیلم بوده. کدام یک از اینا رو شما دیدی مثل اینجا آدیشن بذارن فلان روز بیاین توی تایسنس کورنر ما میخوایم یه بچه‌ای نقش مثلا براد پیت رو بازی کنه
که ببینیم دماغش چشمش این باشه، عکسشو بگیریم بدیم به کامپیوتر، بعد ببینیم حالا که بزرگ شده این عکس با این مچ میشه. نبود عزیز من. خب ایشون برای من چی نوشته؟ نوشته: با عرض سلام خدمت جناب آقای سربی، در برنامه روز دوشنبه و در رابطه با فوت خانم فروزان با اعتماد به نفس کامل فرمودید در فیلم‌های هندی حتی بوس کردن هم ندارن. در نتیجه این کاملا واضح و مبرهن می‌شود که شما سال‌هاست فیلم‌های هندی ندیده‌اید. تا اینجا رو شما درست میگی. من از روزی که انقلاب شده، حتی اون قبل از انقلابم یادتون باشه، صنعت سینمای فارسی یه خدمت کرد به ایران، فیلمای هندی رو قطع کردن، فیلمای خودمون آوردن و فیلمای خوبم داشتیم. بله شما درست میگی، من به جرئت میتونم بگم 45 سال فیلمای هندی رو ندیدم، ولی اینجا هستم دارم میبینم که بابا این بالیوود که نظیر هالیووده، هنرپیشاش مشکل دارن. براتون مقاله فرستادم. چی فرستادم؟ حالا من یه مثال ساده میزنم. دوستان شما تبلیغ آبجو دیدید تو آمریکا؟ تبلیغ مشروب دیدید تو آمریکا؟ تو اروپا؟ اگر به شما بگم اینها اجازه ندارن جلوی دوربین مشروب بخورن، شما چی به من میگی؟ همون چیزی رو میگی که من به خاطر نادانیم به معلمم گفتم. سال 1986 اینجا کلاس انگلیسی میرفتم، معلم ما گفت اینجوریه، داشت در رابطه با قانون میگفت و چجوری قانون رو ازش استفاده کنی. همون موقع داشت به ما لوپول یاد میداد. من گفتم این حرفا چیه؟ من هر روز تو آلمان و توی اینجا. خانم فوری گفت من آلمان نبودم نمیدونم، ولی اینجا غیر قانونیه. گفتم خانم من خودم دیدم. خندید گفت تو ندیدی، به مغزت اینجوری تلقین کردن که تو دیدی. از امروز تا فردا شب که میایم کلاس، دوستان همه تون، شاگردا همه تون نگاه کنید ببینید، شما یه جا میبینی که این آبجو رو بریزه توی این، آبجو رو میریزه توی لیوان اینجوری ورداره بنوشه، تا اینجا میبینی شما، بعد نشون میده اینقدرش خورده شده ولی نمیخورن. حالا امروز که دقت کردی، اگه دیدی سوربی درست میگه، اگه دیدید توی بالیوود هنوز این امکانات اینجوریه، اگه دیدید که سرعت سینمای ایران به خاطر اینکه داستانهای مزخرف رو میخواستن بفروشن مجبور شدن سکس داخلش بکنن، اون وقت تلویزیون مردم رو حمایت کنید، که تنها تلویزیونی هست که جرأت داره اینا رو بگه، تنها تلویزیونی هست که کاری نداره که فروزان مرده یا زنده است، تنها تلویزیونی که کاری نداره اون بیننده 95 سالشه یا 90 سالشه، اگه ایرادی هست میگه. اون روز که این صحبت کردم عصرش، یه نفر یعنی 2 ساعت بعد برای من زنگ زده بود، آقا لطف کن به من یه زنگی بزن، من میخوام ازت تشکر کنم. من خیلی خوشحال دیگه گفتم میخواد تشکر کنه، بهش زنگ زدید. گفت آقا من سال هاست که نمیدونم به این پدر و مادرم چجوری بگم شما اشتباه میکنم و شما امروز این کارو برای من کردی. گفتم ای قربونت برم، میگن آقا والدین میشی، حالا من خودم تنها تو جهنم کم میافتم که گناه تام گردنمه. خندید گفت نه، گفت که امروز از شما یاد گرفتم که آقا ما بچه بودیم، بهمون میگفت بچه که بودیم حقیقتا از ترسمون احترام میذاشتیم، یکم بزرگتر شدیم ترسمون کم شد، ولی بهمون گفتن باید احترام بذاری به بزرگتر، حتی اگر اشتباه میکنه شما هیچی نگو. خیلی این کجاش درست بود منصور جون؟ حالا شما فیلمای هندی رفتی، فیلمای هندی هم دیگر میبوسن، شما من بگو سکس فیلمای که خانم فروزه، آقا من خودم یادمه یه سینما داشتیم، سینما مهتاب، سینما دم کلید، خدا شاهده من اصلا اسم فیلمه هنوز یادم نیست، ولی قنبل خانم فروزان یادمه که خابیده بود، اصلا مثل یه کوه اینجوری بود، اینجوری دستش گذاشته بود خابیده بود، یه از این اینجا بهش میگن لانجره، لباس خوابا پوشیده بود، قنبلش اینجوری، یعنی شما مثلا اگر این از سرای نمازی میمدی بالاتر، همچی که سینما ها رو میدیدی قبل از اینکه ساختمون سینما و داروخونه رو ببینی قنبل فروزان رو میدیدی. شما به من بگو آیا
فضاحت فیلمای هندی به این قدر هست یا نیست؟ امسال که داریم من و شما صحبت میکنیم به من نشونی فیلم میدی سال 2016 است، من دارم راجع به سال 1970 صحبت میکنم. 30 سال اونجا، 16 سالم اینجا، میشه چقدر؟ 46 سال پیش. در سال ممنونم که شما کاری میکنی که من هم میخوام یه چی بگم قبلش تحقیق کنم بیارم همزمان نشون بدم که بله بابا ببینید نشته illegal، غیر قانونی. خیلی ها غیر قانونی تو هند، سرزمین دموکراسی. با عرض سلام خدمت شما، در برنامه روز دوشنبه در رابطه با فورد خانم فروزان با اعتماد به نفس کامل فرمودید در فیلم های هندی حتی بوس کردن هم نداره. در نتیجه این کاملا واضح و برعکس که شما سالهاست فیلم های هندی ندیده اید، لطفا یک سری به صحنه های آنچنانی فیلم های هندی در یوتیوب بزنید، ولی مواظب باشید زیر 18 ساله ای در نزدیکی شما نباشه. بعد اگر دوست داشتید از خانم فروزان با احترام بیشتری یاد نمایید. آقا من که گفتم روانش شاد، یادش گرامی، اگر خدایی هست خدا بیامرزتش، چون احتیاج به آمرزش داره. ولی اینجام شما میخوای به من زور بگی که احترام بذارم؟ اینجام شد سینمای ایران، باید احترام بذاریم به شاهی که فیلمش اونجاست بلندشیم؟ نکنید دیگه عزیز من، شما که خارج از ایران هستی، قربونت برم کاکو جونی، نکن این کارو. شما احترام بذار، شما به خاطر احترام یه نامه بنویس، یه ویدیو ضبط کن، زنگ بزن، پیام بذار، من هر روز برات پخش میکنم. گفتم روز 20 دلار، از شما میگیرم روز 5 دلار. 10 روز برات قدردانی از فروزان میکنیم برای 50 دلار. به شما هم نمیگم مفتخور، چون شما قبلا نشون دادی مفتخور نیستی. ولی برای اون چیزی که ارزش قائلی یه کاری انجام بده. به من نگو به اون احترام بذارم. اون از نظر من احترام نداره. نداره. آقا من مجاز هستم به این بگم من برای شما قابل. آقا من این آقای گردن کلوب شعبان بیمخ رو سال 2003 یا 2004 تو چیز دیدم با بچه‌هاش، چی میگن از این نوچه‌هاش، با آقای رستمی بودیم و آقای این جوک میگه کیه؟ مشکریم؟ نه. هیچ بگید دیگه. با این بودیم. سلام علیک و دست و اینا، من به ایشون گفتم من به شما دست نمیدم. شما کاری کردید که قابل احترام نیستید. شما به یکی دست میدید که از به اصطلاح خوشحالید که با اون هستید. بله میدونه حالا اون دوستمون میگه بعد چرا با جورج بوش دست دادی؟ بعد چرا گفتی اگه هیتلر بیاد باهاش عکس میگیرم؟ تنها جوری که من میتونستم با جورج بوش عکس بگیرم این بود که باهاش دست بدم. بعد این دست دادن با دست دادن به یه آدم کودتاچی جاهل نادان که چی نمیشه که. حالا فامیلای آقای جعفری هم اینجا هستن، باهاشون کار کردم، حالا امیدوارم ناراحت نشن. آقا تاریخ داره قضاوت میکنه، شعبون بیمخ در زندان بوده، پولش دادن آوردنش آمریکایی که شما داری زندگی میکنی، داره میگه ما پول دادیم به اونا. اینجوری عزیز من چه احترامی برای ایشون بذارم؟ یه خانمی آمده موقعی که مردم جرئت نمیکردن، نمیدونم یکم تو خیابون اینجوری باشن، همه چیشو باز و ولن کرده نشون داده، هی رفته بالا رفته بالا رفته بالاتر. این کجاش قابل احترامه؟ چه نقشی بازی کرد زندگی منو دگرگون کرد؟ ایشان حرفه‌شان هنرپیشگی بود و این هنر را به نحو شایسته انجام دادند. نظر شما با من فرق میکنه. من فکر میکنم ایشون بدنش تن نمایی و تن فروشی بود. تن فروشی که نباید حتما، ببخشید اینو میگم، همینجا شما نگاه کنید این آگهی ماگهی های لاس وگاس که میری کنار خیامون میگه نمیدونم بخوای بغلم کنی 50 دلار، بخوای این کارو کنی فلان، نه همش سکس نیست. حالا دیگه سکس رو نمیخوام نشون بدم. تن نما اصلا اسم میگن تن فروش، خود فروش. ایشون تن فروشی میکرد، تنش رو به من و شما نشون میداد. و اگر دوستان لطف کنن عکسای آخریدی که تو کالیفرنیا بود بیارید، بعد ببینید شما حاضرید این هنرپیشه رو حالا ببینید؟ البته اون عکسایی که برای من فرستادن خیلی چاق و چیز شده بود، بعدن این عکسی که برای وفاتش فرستادن کاملا فهمیدم. هنرپیشه‌های غربی در فیلم‌های خود برای غیر اخلاقی ترین کارها اسکار می‌گیرن. خب دو تا غلط یه چیزی رو درست می‌کنه. اونم تو ریاضی اگه میگن منفی در منفی مثبت، نه یعنی منفی غلط. راستی این یکی بیاد توضیح بده چرا منفی در منفی
توی ریاضی میشه مثبت، ولی منفی با منفی اینو میتونی به صورت جمع بزنی. بله، منفی با منفی میشه منفی بیشتر، به دلیل اینکه اینجا به اینا اسکار میدن. حالا میخوای بریم فروزان از تو قبل در بیاریم به اونم یه اسکاری بدیم؟ نه عزیز من، شما این یه قسمت رو نظرت با نظر من فرق میکنه. من نمیدونم شما اشتباه میکنی یا من اشتباه میکنم و این اجازه رو ندارم. به من چه؟ شما وقتی صحبت از تاریخ ایران باستان و فردوسی و شاهنامه و غیره به میان میآید، میفرمایید کشک چی، پشم چی؟ اگر که خب قربونت برم، فروزان حالا چیکار فردوسی داشت؟ به قول این دوست رقاصمون سر یه بحث معینی بیام صحبت کنیم. شما از فردوسی رفتی توی بالیوود، از بالیوود رفتی، خب خود منم حرف میزنم همینجور، ولی من دیگه فردوسی رو اگه به فیلم بالیوود و هالیوود ربط دادم، دیگه فردوسی رو اقلا نیاوردیم. حرف برای گفتن زیاده، گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم. خوشحال میشم منصور یه روز مهمون ما باشه. بله، اگر کسی برای بهبود در اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران کوچکترین اقدامی انجام دهد، حالا چه شعر بگوید؟ آقا نظر من اینه که این شعر گفتنها کاری انجام نمیده. نظر شما اینه که این شعر گفتنها کار انجام میده؟ مثل اون دوستمون بهروز توی کانادا 6 ماه پول میداد این شعر گیرم بهار تو بهار غمسر است، فلان چه فایده که از گلهای پرپر است. آقا شما میخوای چی کار کنی منصور عزیز؟ میخوای مغز منو شستشو بدی؟ میخوای یه لیدل یو این یه فیلمی بود اینجا میگو لیدل می، میخوای یه سوربی یه منصور کوچولو از خود از من درست کنی؟ آخه این که چه فایده داره؟ شما بیا به مردم صحبت کن، بگو این سوربی مزخرف میگه یا به نظر من اشتباه میکنه. اون کسی که شعر میگه میگه دوستان گر تو میگویی وطن من خاک بر سر میکنم و من دارم هر روز وصیتمو مینویسم. طرف گفت آقا وصیت که هر روز باید داشته باشه، وصیت مینویسی برای چی؟ که داری میری اونجا میخوای چای بخوری؟ ولی شما باور داری این کار میکنه. بیا به ما بگو آقا نگاه کنید 37 سال پیش این شعر رو گفتن، الان چی شد؟ الان چقدر تعداد آخوندات رو نمایندگی کم شد؟ الان چقدر تسبیحات چی این اصلاح نکن. آقا منصور جان، ما زیاران چشم یاری داشتیم، نمیخوام بگم ناامیدون کردیم، رسما اعلام فرموده که خود را طبقه آمریکا میدانید. آقا پاسپورت آمریکایی گرفتم، بگم نیستم طبقه آمریکا؟ مثل آقای رضا پهلوی میگن پاسپورت آمریکایی نگرفته، اقامت دائم داره، شاید یه روزی برگرده ایران. آقا من که بابام شاه نبوده میخوام برگردم ایران؟ دروغ بگم به شما؟ بگم آقا این پرسش های شخصی به شما مربوط نیست؟ من افتخار میکنم که آمدم آمریکا، افتخار میکنم پاسپورت آمریکا رو گرفتم. روزی هم که جورج بوش شد رئیس جمهوری گفتم ای کاش میتونستیم در بریم بریم کانادا. الان اوضاع آمریکام که بده، افتخار میکنم که تابع کشوری هستم که میتونم بدیهاش هم بگم. چه کار کنم؟ افتخار نکنم؟ دوستان به دست این به دستور آقا منصور بگی ما نه تبعی هستیم نه افتخار میکنم. ببینید چقدر مسخره میشه. جوک ساخته بودن در زمان انقلاب برای دوستان یهودی تو شیراز، میگفتن اینها به اندازه کافی شرکت نمیکنن. بعد جوک ساخته بودن یا حقیقت بود من ندیدم این قسمت رو، میگفتن اینها آمدن تو خیابون مردم شعار میدادن فلان فلان ما شاه نمیخواهیم، اینا که اون پشت بودن میگفتن از طرز مظلمونا ما شاه نمیخواهیم. راستی چرا کلیمیا همشون زبانشون اینجوری صحبت میکنن؟ میگفتن چون حضرت موسی نمیدونم آتش برداشته گذاشته رو زبونش، همه اینا اینجوری صحبت میکنن. از لحاظ پزشکی و این جنریک میگن چی میگن جنتیکی اینا که فکر نمیکنم هم چیزی بشه. درست من اعلام فرمودید بله، خب خانواده مناسب نمیدونید بله، در مورد دیگران هم میگوید وقتی مهاجرت کردن باید پاسپورت ایرانی خود. عزیز من آقا منصور، من نظرم اینه که به شما بگن آقا یا رومی روم یا چی بود زنگی زنگ میگفتن یا چی میگن، شما اگه توی اروپا هستی امروز وجدانت رو قاضی کن، کلاهت رو قاضی کن، به من بگو. اگه به شما بگن پاسپورت شنگلت چیه، اروپایی تو میخوای یا پاسپورت ایرانی، فقط میتونی یک شنگل داشته چیکار میکن؟ فکرشو بکنید، اقلا آماده باشید.
من آرزوم اینه، یا رومی اوم یا زنگیزم. در مورد دیگران هم میگوید بله، و همه اینها در حالی که در اولین برنامه رنگ من به ایرانی بودن خودم افتخار میکنم. بله آخه ایرانی بودنم که نمیتونم از بین ببرم، چجوری من چیکار باید بکنم که ایرانی نباشم؟ و افتخار میکنم، افتخار میکنم که ایرانی هستم. به یه مرحله رسیدم که جرأت پیدا کردم به شما هم که دوستم هستی، به شما که کمک کردی به تلویزیون مردم، دروغ نگم، تو رود وایسم و بگم که آقا اینایی که شما داری میگی به نظر من اشتباهه، این نظر منه، شما میتونی مخالف من باشی. چه کار کنم؟ از امروز به ایرانی بودن من افتخار نکنم؟ نمیکنم. دوستان آشنایان، ما به دستور آقا منصور خانم فروزان رو یک هنرپیشه درجه یک میدونیم. ما به دستور آقا منصور تابعیت آمریکا رو میخوایم پس بدیم. ما به دستور آقا منصور به ایرانی بودن خودمونم افتخار نمیکنم. دوست مرسی. فکر نمی کنید که تناقض‌گو شده اید؟ نه عزیزم، کجاش تناقض داشته؟ کجاش تناقض داشته؟ من به ایرانی بودن خودم، به شیرازی بودن خودم افتخار میکنم. بعد به این که فرصتی پیش آمده، آمدم آمریکا، آمریکایی شدن هم افتخار میکنم. شما اگر دکترا گرفتی بعد آمدی گفتی من به اون معلم مدرسه که توی مدرسه به من درس داده افتخار میکنم، باید دکترات ازت بگیرن؟ اون جای خودش رو داره، این جای خودش رو داره. ایران و شیراز جای خودش رو داره، اینجا جای خودش رو داره. اصلا من نمیدونم، ببخشید اینو میگم، مشروبی خورده بودی، علف ملفی کشیده بودی، اونجایی که هستی علف ملف میشه بکشی یا نکشی؟ آقا نکن دیگه. با احترام، من خیلی خوشم میاد ایرانی ها وقتی نامه مینویسن فوش خواهر و مادر رو بهت میدن مؤدبانه، آخرش هم مینویسن با احترام منصور. ممنونم جناب سوری. با سلام مجدد، امین منصور دوستون نشته. برای دیدن آن صحنه ها کافیست در یوتیوب بنویسید سکس در فیلم های هندی و نتیجه را ببینید، ولی به عنوان یک فیلم خانوادگی که بخواهید نشان دهید لطفاً از دقیقه 56 اوکی اسم یه فیلمی هم نوشتم. من در مقام و موقعیتی نیستم که در مورد زندگی خصوصی دیگه ای حرف های. آقا منصور جان اینا پابلیک فیگرن، وقتی پابلیک فیگرن there is no public، چی میگن public privacy for them. چی داری شما میگی؟ شما خیلی قاطی کردی. آقا مگر کسی میتونه به من و شما بگه راجع به این که بیل کلینتون با خانم لوینسکی، مانیکا لوینسکی، باورتون میشه توی برنامه من با این دوستمون کار میکردم، ما از خانم مانیکا لوینسکی عکس گرفتیم، بعد آمدن این عکس رو از این دوستمون میخواستن بخرن، این گفت $10,000. من بهش گفتم بابا جون اینو باید میدادی، اینا زیرش که مینوشتن این عکاسی تو معروف میشد. طمع کرد. دوست عزیز این چیه؟ و هنرشناسی را نیز به هنرشناسان محول می نمایم، ولی در این حال توهین به دیگران را نیز جایز نمی دانم. من به خودم اجازه می دم، از خدا، پیر، پیغمبر، پدر، مادر، دوست، رفیق، آشنا انتقاد کنم. اگر اونها انتقاد رو توهین می دونن، به قول امریکایی ها I'm sorry too bad or یه چی اینا می گن. بذارید حالا یه فیلم، یک لینکی برای ایشون فرستادم، اگه بتونم اون لینک رو پیدا کنم به شما هم نشون میدم، که سال 2013 یا کی بوده نوشته که غیرقانونیه، It's illegal. خب بذارید، ما قرار شد یک کمی هم چیزامون جنبه هم تنوع داشته باشه. اینجا میگن واریته، یا تو ایران میگفتن واریته، اینجا واریتی یعنی متنوع باشه، هم خسته کننده نباشه. بعضی وقتا این ضرب المثلی که من میگم حقیقتا متوجه نیستیم ریشش از کجا میاد، یا حتی فکر نمی کنیم، میگه حالا هرچی بوده بوده. میگه آیا ریشه ضرب المثل نسیخ به سوز نکباب رو میدونی؟ من نمیدونستم. من همیشه میگفتم سیخ که آهنیه نمیسوزه، اگرم منظورش اینه که دست داغ بشه چرا نمیگه نسیخ به سوزه نه دسته؟ توضیح داده. شجاع السلطنه پسر فتحعلی شاه یک وقتی حاکم کرمان بود، اسم کوچکش حسن علی میرزا بود. او در کرمان تجربه کرده بود و متوجه شده بود که ترکه‌های نازک انار میتواند کار سیخ کباب را بکند و کباب بر سیخی که چوبش انار باشه خوشمزه‌تر هم میشود.
برای همین پخت کباب با چوب انار را باب کرد که در کرمان به کباب حسنی معروف شد و حاکم وقتی میل کباب داشت به نوکرها می گفت طوری کباب را بگردانید که نه سیخ بسوزد نه کباب. این دستور او به صورت ضرب المثل در آمد و برای بیان و توصیه میانه روی و اعتدال در کارها توسط مردم به کار می رود. ممنونم از اون دوستی که اینو فرستاده و یک کتابی هست، کتاب ضرب المثل ها، که من چند سال پیش این خانم، خدایا چجوری اسما یادمون میره، خب خیلی هم اینو به فراموشی اینا تبدیل نکنیم. وقتی که مثلا من این خانم حبیبزاده بود، چی بود، هر کی بود، اون وقتا میدیدمش بیشتر تو این چیزا، هم ایشون دیگه الان نیست، هم من دیگه تو اون جلسات نمیرم اینا، خب آدم یادش میره دیگه. در صورت یک کتابی هست 1001 ضرب المثل و جالبه. یک کتابی هم دکتر بهار، نه دکتر جلیل بهار، دکتر بهار که شغلش اصلا دکتری هست، اونم نوشته، اونم دارم یه وقتی بیام بخونیم. و این کتابا رو خدا کنه فرصتی پیش بیاد، خدا کنه، میگن دیدی گفتی به خدا، اوکی، امیدوارم فرصت پیش بیاد عکساشو بگیرم در حین برنامه مثل این به شما نشون بدم، بگم این کتاب رو داریم، شما هم بگی من کتاب مثلا شماره 34 رو میخوام، اینقدرم میفرستم و به قول معروف بذاریم همت عالی. ببینید الان اگر ما اینا رو بذاریم نشون بدیم، دیگه لازم نیست من جلو دوربین و جلو زیر نور باشم. سخنرانی آقای اوسانلو در لس آنجلس را گوش کردم. دوستان، آقای اوسانلو پول یک بار پخش این سخنرانی داده بود، ولی من برای که به اینا حسن نیتمو نشون بدم، با وجودی که با اون همون کسی که شروع میکنه، اون آقای پارسای کیه لوره، مخالفم، خیلی آدم بی تربیتیه، توی کالیفرنیا دیدمش، اصلا مرام و شعور نداره، چون ایشون شاه اللهیه، من شاه اللهی بودم حالا آدم شدم، ایشون اصلا مثل اینکه با نوکر باباش صحبت میکرد، البته نمیدونه اگه بره دی ان ای ممکنه ایشون پسر نوکر باباش باشه. در اصل با وجود این ما با یه بار پول این رو گرفتیم، ولی چند بار از اون روز تا حالا نشون دادیم و گفتم به ایشون تا چهارشنبه، حالا برای این که باز حسن نیتمون یا همین گود فیتی که آمریکایی‌ها میگن نشون بدیم، تا جمعه هم میذارم که شماها هم بدونید اگر مخالف من هستید صدای شما هم اینجا میتونه شنیده بشه، نه اینکه بیاین از بلنگو من استفاده کنید، از بلنگو تلویزیون مردم استفاده کنید، مفتخوری نکنید. سخنرانی آقای اوسانلو در لس آنجلس را گوش کردم، نظری درباره سخنان ایشان نمیدهم، تا دفعات دیگر شاید چیزی نو جدید از ایشان بشنوم نظرم را ابراز خواهم کرد. کیجا دختر دهاتی، میخواستم بگم اگه اینجا بودی یه بوسید میکردم، حالا نوشتی کیجا دختر دهاتی، میترسم شر به پا بشه. خودت برو توی آینه یه بوسی از طرف برادرت که من باشم به خودت بکن، اگرم دختر نیستی با اسم دختر کیجا اومدی نمیخوام ماچت کنم. سلام آقای سربی، سفرهای روحانی رئیس جمهور ایران به فرانسه در ماه نوامبر گذشته همزمان با ترور در پاریس بود که البته سفر روحانی هم لغو شد. این بار سفر روحانی به فرانسه با استعفای وزیر دادگستری فرانسه روبرو شده است. یعنی وزیره در وارتو با این استعفا کرده، چون متوجه نمیشم جمله رو. امید که سفر هیئت فرانسوی قراردادها به ایران رژیم اسلامی برگ امید که سفر هیئت فرانسوی قراردادها به ایران رژیم اسلامی برکنار شود. من نمیفهمم اگه اینا میرن ایران چجوری رژیم برکنار میشه. کیجا جان، یا جمله ها جابجا شده یا با عجله نوشتی. کیجا دختر دهاتی، دوستان فقط برای که بهتون بگم اروپا و ایتالیا و فرانسه و اینها سگ زردن برادران این شغال آخوندا، دیروز که آقا اونجا بوده مجسمه ها رو روش پوشوندن که این آقا چشمش به نامرهم نیفته، اونم به سنگ، اونم به نقاشی. حالا دیگه شما حساب خودتو بکن، ایتالیایی که انقدر معروفه، ایتالیایی که شما میری نمیدونم اون واتیکان این همه عکس و مجسمه لختی و آدم و اینا رو میبینی، اینا میان برای تظاهر، برای احترام به حسن روحانی، برای پول قراردادها اینا رو میپوشونن. حالا اگه شما به این دولت ایتالیا امیدوار باشی، برو فکر نون بکن که دولت ایتالیا آبه. اگه شما به دولت فرانسه امیدواری، برو فکر نون بکن که منتظر نشستن خوراک همسایه شب رو گشنه سر رو زمین میذاری. در صورت اینم از خب
این رو خوندم، ولی اون ایمیلی که لینکش رو فرستادم برای منصور پیدا نمی کنم. بله آها اونم خوندم دیگه، چرا نام کوروش بزرگ در شاهنامه نیست. و آها میدونید که در چند روز گذشته من نمیدونم واقعا چه دستهایی در کاره، آیا اینها دوستانی هستند که دوستیشون مثل اون خال خرسه میمونه، یا واقعا دشمنانی هستند که دانسته این کار رو انجام میدن. یه عکسی چاپ کرده بودن از پول 25 دیناری عراق، عکس مصدق در رابطه با 70 سال سازمان ستاره شناسی عراق. این آقای حسین دهباشی از ایران نوشته بود دوستان اصلا عراق سازمان ستاره شناسی نداره از 70 سال پیش تا حالا. دوما عراقی‌ها دل خوشی از مصدق ندارن که بیان عکسش چاپ کنن. آخه چرا این کارا رو میکنی؟ بعد دیدیم که این عکس آمد، گفتیم اقلا این رو نشون بدیم. نوشته که مخالفین مصدق او را انگلیسی خواندند، روس‌ها او را نوکر امپریالیسم آمریکا لقب دادند، انگلیس‌ها او را کمونیست نامیدند، ولی بالاخره معلوم شد مصدق یک قهرمان ملی است و بدون پشتیبانی هیچ دولت بیگانه‌ای برای استقلال آزادی وطن خود میکوشد. این رو سال 1345 1965 ریو اورول لوموند فرانسه گفته یا نوشته. درستی و غلطیشو نمیدونم، چون بهتون گفتم این روزا هر کی یه چیزی می‌نویسه بهش میگیم سندش رو بده، هر کسی میخواد یه چیزی رو بنویسه برای که بهش نگیم سندش رو بده، قبلش یه چیزی رو میچسبونه بهش که ما هم بگیم بله دیگه این مستنده. نمیدونم، در صورت برید دنبالش. خب اینم از این. ساعت 3:47 دقیقه است. باور کنید من امروز میخواستم یه ساعت یا 45 دقیقه با شما برنامه داشته باشم، بعد همش هم این ورزش یا این نرمش رو به شما نشون بدم، ولی خب خوشحالم که تا اینقدر حرف برای گفتن داشتیم و هنوز هم داریم. بذارید ببینیم که اون دکتر مصدق رو نشون دادم، ابوالحسن نجفی، این آقای مهدی خانبابا تهرانی نوشت که امروز ابوالحسن، این 12 ساعت پیش فرستادن، امروز ابوالحسن نجفی را به خاک سپردیم، چندان جمعیتی نبودیم، کسی هم نمانده است که دیگر بیاید. دوستان و دوستدارانش، آنان که قدرش را می شناختند یا پیش از او روی در نقاب خاک کشیده بودند یا این گوشه و آن گوشه دنیا از دیده و دل رفته بودند، به جز اعضا و پژوهشگران فرهنگستان که تقریبا همگی در سالن اجتماع کرده بودند، عده دیگر نیز صبح قدم رنجه کردند و تا فرهنگستان، خانه‌ای که نجفی 25 سال تمام در آن مأوا گرفته بود و کار می‌کرد، آمدند. کسانی از حلقه اصفهان، کسانی از مرکز نشر دانشگاهی، کسانی از انتشارات فنی ایران، مترجمان و ویراستاران، بیشتر قدیمی‌ها بودند و کمتر جوان‌ها. از این جمع نچندان پرتعداد مختصری ماندیم و به گورستان رفتیم، به خاکش سپردیم و برگشتیم. والا دروغ چرا؟ من اصلا این آقای ابوالحسن نجفی رو نمیشناسم. چرا نمیشناسم؟ یه مقداری این کمکاری ها رو بندازیم به گردن همین آقای خانبابا تهرانی، همین دیگران که به جای این که بیان در اون کاری که واردن اینها رو به من و شما بشناسونن، میان میشینن تحلیلگر سیاستی میشن که نتونستن، بلد نبودن، سال 57 ملت رو به این روز انداختن. حالا هم تازه نمیگن ما اشتباه کردیم، عذر میخوان بریم وایسیم اون کنار، میخوان پرچم جلوشون باشه. اگرم گفتی آقا این پرچم بگی، میگه من که قلبم درد کنه، تازه الان میخوام یه سیگاری هم برم بکشم و بیام. کارمون خیلی خرابه منصور جون، امیدوارم از من ناراحت نشی، من حرف دلم رو زدم. و اما خب ببینیم، آها اون دوستی که گفتم اسمش اقباله که گفتم کردم هست، نوشته در زمان قدیم هم مثل حالا نبود که هر کسی خونه خودش را داشته باشد، بزرگان و سرداران و پادشاهان قبیله و طایفه و ایل و اشرت همه پسران و دختران آن منطقه را دخترم خطاب میکردن. اگر خطابی ناآشنایی بفهم، من اصلا نمیفهمم شما از خسرو پرویز حرم سراش حالا اومدی تاریخ ایران رو هی میخوای برای من بگی. اینم از این. بعد میگی پاک کردم،
جوابم داد، مهم نیست که توضیح شما چی هست، پاک کردم. بله، من یه دوستی به نام مهر فروزان، طبق معمول از این اسمای قلابیه، نه عکس داره نه چیزی، ما میایم مثلا می‌نویسیم آقا ما ساعت 2 بعد از ظهر برنامه داریم، این زیرش میاد یه چیزی رو که مال خودش هست و دوست داره میذاره اونجا. دوست عزیز، به این میگن آگهی، تبلیغ. من برای ایشون نوشتم که این کار درستی نیست. درسته که در دیگ بازه، درسته که فیسبوک اجازه میده، ولی فیسبوک گفته که این آقا که الان آمده خارج آدم شده، میفهمه آقا اگر سربی زده پدر من فوت شده امشب بیاین تو فلان نمیدونم مجلس، من نرم زیرش بنویسم مادرم شوهر کرده، نمیدونم خواهرم شوهر کرده، مجلس عروسی اونوره، که تازه فکر کنم اون خواهرت و مادرت شوهر کرده باشه مهم نیست، میشه فوت جزوی از زندگی، شوهر کردن و ازدواجم جزوی از زندگی، ولی زیر برنامه‌ای که من نوشتم ساعت 2 بعد از ظهر کاش بود نشون میدادم، شما میای یه چیزی مینویسی بعد میگم آقا اگه میخوای مثل آدم $10 بده بذاریمش اونجا، نه اینجوری دزدکی بیا. بعد میگی کجا آگهی دادم؟ اگه شما نمیفهمی، یادت نمیاد کجا دادی، من چجوری بهت بگم؟ هر 100 نفر دیگه هم که بیان شما میگی من ندادم. باید 4 نفر پیدا کنیم بینتون بند رد کنیم و نمیدونم این چیزا که ما وقتش نداریم، ببینیم دادی یا ندادی. امان از دست شما ملت بی انصاف. اگر وقت دارید اول ویدیو را تماشا کنید، پس از تماشا نظر خود را بدید. خیلی از دوستان گفتمتون، بابک نظر داده بود، آقای جاوید شهافر نظر داده بود، دوستان دیگه ای نظر داده بودن، ممنونم. همشهری شیرازیمونم علی عزیز گفت نظر منم مثل نظر شماست، چون تنبل دیگه، اینم از این. و اما تاریخ ایرانی، فشار از بالا، فروپاشی در پایین، چرا اصلاحات ارضی شکست خورد؟ آقا حالا دیگه چه شکست بخوره چه نخوره، ببخشید شما یه اصلاحاتی درست کنید که شکست نخوره، ولمون کن. خاطره تراب حقشناس، یار دیرینه و مبارز اندیشگر گرامی باد. دیروز این رو آقای ماسالی فرستاد، از منم خواست $10 هزینه گذاشت، گذاشتیم اونجا. امروز بهتون نشون میدم که شما ببینید دیگه این عدد و رقماره که ما نمیتونیم دستکاری کنیم توش. این که دیگه تاریخ ایران و رستم و سهراب و اینها نیست که بشه دروغ بگیم. بیا اینجا این خاطره تراب رو بهتون نشون میدم. ایشون گفت که سوربی اینو بذار روی فیسبوک مردم تیوی. گفتم چشم، بفرم. کی گذاشتیم؟ دیروز از ساعت 12:10، یعنی الان 25 ساعت شده تقریبا گذاشتیم. اینجا میزنید میخونید، آخرش نوشته که آقای حسن ماسالی نوشته، دکتر ماسالی گفته که آخرین بار در سال گذشته در حالی که رمق صحبت کردن نداشت تلفنی با او احوالپرسی کردم، قصد داشتم به دیدار او بروم که در اثر تصادف اتومبیل در آلمان خودم مدتی بستری شدم. خبر درگذشت این یار دیرینه مرا بسیار متاثر و غمگین کرد، زیرا با او از زمان بنیانگذاری اولیه سازمان مجاهدین خلق ایران و تحولاتی که در آن سازمان و در جنبش انقلابی ایران روی داد در ارتباط بودم. سالها دوشادوش همدیگر در خاورمیانه علیه نیروهای ارتجاعی حاکم در منطقه مبارزه می‌کردیم، رابطه نزدیک و مبارز جویانه‌ای با انقلابیون فلسطین و در کل منطقه خاورمیانه داشتیم، با همدیگر نشریات مختلفی به زبان عربی و فارسی انتشار می‌دادیم، همچنین فرستنده‌های رادیویی به حمایت از جنبش انقلابی ایران و منطقه خاورمیانه راه اندازی کردیم. تراب حقشناس، بله، تراب حقشناس مبارزی پیگیر، دوراندیش و با اندوخته های تئوریک سیاسی و مبارزاتی بود. او به زبان عربی تسلط داشت. از خصوصیات برجسته تراب حقشناس فروتنی، متانت در شرایط بحران سیاسی تشکیلاتی بود. تراب حقشناس با راه اندازی یک تارنگار یا وبسایت کوشش به عمل می آورد که بدون خودمحوربینی
تجارب تاریخی و مبارزی را به جوانان نسل‌های آینده انتقاد دهند. به یاد دارم که ما در آن زمان هنگامی که دوشادوش همدیگر حرکت می‌کردیم، در اثر صداقت و صراحت که در میان بسیاری از مبارزین داخل و خارج از کشور حکم فرما بود، از هیچ قدرت ارتجاعی داخل و بین المللی هراسی نداشتیم. مبارزینی مثل تراب و حقشناس بدون در نظر گرفتن منافع شخصی و خودمحوربینی ناهنجاری‌های مختلفی را تحمل می‌کردند. تا مردم ایران و کل منطقه خاورمیانه به دموکراسی خواهی و برابری طلبی دست یابند، همکنون بار دیگر ارتجاع جهانی با شیوه‌های دیگری حکومت جهالت و جنایت را نه تنها در ایران بلکه در کل خاورمیانه گسترش داده است. بنابراین ما نباید تسلیم قدرت‌های ارتجاعی جهان و داخل شویم، بلکه با تجربه اندوزی از برای دیگه. بعدش خب دارن هدف‌هاشون رو میگن و این هم عکس آقای تراب حقشناس و میبینید دوستان 883 نفر ریچت، یعنی رسیدن به این که ما نوشتیم. شما به من یه روزنامه ایرانی نشون بده، یه برنامه نشون بده که 100 نفر 200 نفر بتونن کمتر از 24 ساعت یه چیزی رو که شما میزنید میذارید بخونن ببینن. این شماره ها رو من اصلا نمیدونم من فیسبوک چجوری کار میکنه. حالا ما به اون آقا گفتیم، بعد این آقا یا خانم حماقتش رو نشون داده، میگه من رفتم از اون تلویزیون دیگه پرسیدم، به من گفته شما چرا اینجوری نوشتی. ای خاک بر سرت کنم، اگر تو دنبال رو اون هستی و از خریتتو نشون دادی که چرا تو فیسبوک اون نمیری بذاری، چرا تو تلویزیون ورشکسته اون نمیری بگی، برای که خودت میدونی کجا 4 تا بیننده داره، کجا 4 تا خواننده داره. دوستان عزیز، من این نوشته آقای جهان جاوید شهافر رو ببینم میتونم پیدا کنم، فکر کردم برای خودم فرستادمش ولی الان متاسفانه نبین. آهان شهافر گفت بابا با همه بی نظمیمون ما هم یه نظم خاصی داریم برای خودمون. آقای شهافر ایشون هم چند مدتی هم اینجا برنامه داشتن، هم بعد تلویزیون خودشون راه انداختن. یکی از چیزایی که من متوجه شدم، من از بس به این دوستان میگم کاری نداره، اگه سوربی تونست شما میتونید انجام بدید، شاید اینها یک کاری رو میکنن که نمیتونن انجام بدن بعد میمونن. هم ایشون هم یه دوست دیگه داریم، دوتاشون تلویزیون هاشون فعلا در حالت کما به سر میبره. آقای جاوید شهافر نوشته دوست خوب من آقای سوربی گرامی با درود. یک، نظر به این که هم از بینندگان نظر خواسته اید و هم از من در برنامه تان نام بردید و پست بسیار مهم این را که ایمیلی بود از آقای نستور ولادیکا به نام یادداشتی از دفتر خاطرات پادشاه عربستان و در پیج انجمن جهانی آزاداندیشان گذاشتم و نوشتم، صرف نظر از واقعی یا ساختگی بودن آن، واقعیت‌های انکارناپذیری در آن هست که ایرانیان اسلام زده باید بایستی به عنوان آینه خود را در آن ببینند. شما در این برنامه اشتباهاً متن پست کسی دیگری را به بینندگان به نام من بازگو کرده ای. دو، خب اگه اینجوری بوده عذر میخوام، ولی من بارها گفتم من که اونا را نمیشناسم. وقتی میام تو سایت شما میبینم شما اینو نوشتید، بعدم با شما تماس گرفتم میگم آقا این سندش کجاست که این پادشاه عربستان آمده با این فارسی غلیظ و خوب و ساده اینجوری نوشته، بعد شما میگید که من نمیدونم اصلا این واقعیت داره یا نه. خب من همینو میخواستم، ممنونم، مرسی. دوم، در رابطه با دکتر افشارها که سراسر گفتارش در وقت خریداریش توهین‌های سنگین به روشنفکران روشنگر بود، کامنت گذاشتم که با ایشان مناظره تلویزیونی بگذارید به خرج من تا به ایشان طرفدارانشان و بینندگان بی‌طرف ثابت کنم که از دینی دفاع می‌کنید که چیز زیادی ازش نمی‌دانید. شما دوست خوب من بدبین نباشید و به جای رنجاندن دوستانتان ترتیب این کار را بدهید و به نصیحت‌ها یا کامنت‌های دوستانتان مثل فرهیخته بانو ثقفی با دقت گوش و اگر عمل نمی‌کنید حداقل زخم زبان نزنید. آینه تصویر چوبن مود راست خود شکن، آینه شکستن خطاست، اینم غلطه.
ثابت شده بعضی آینه ها به دلیل اینکه اون آینه ساز درست دقت نکرده در انتخاب شیشه و جیوه و اینها، شما رو یا لاغر نشون میده یا چاق نشون میده، اون آینه رو باید خرد کرد. و ضمناً آقای شافه، من فکر کردم شما همیشه صداقت و روراستی من و رگوی من رو به اصطلاح تشویق کردید، امروز که من میگید اگر عملم نمی کنی هیچی نگو، یعنی من به خاطر این که خانم مینو ثقفی ممکنه $10, $100, $200 کمک کنه به تلویزیون خفه بشم و مثل اون تلویزیونه هیچی نگم، بگم به به چه چه، فقط زیرش بنویسم خانم مینو سه نقطه از کانادا کالیفرنیا. من اگه میخواستم اون کارو بکنم که واقعا شما منو دوست نداشتی، شما به من میگفتی این پدر سوختم مثل تلویزیونای دیگه است. ممنونم از شما. خب ما به دلایل زیاد از جمله مردمی بودن شما را دوست داریم، ولی ایراد بزرگ شما بدبینی به هر کامنتی است که حتی نزدیکترین دوستان از راه خیرخواهی ابراز میکنند. دوستدار شما جاوید شهافر. ممنونم دوستان عزیز. آقای شهافر در استرالیا هستن، اگر خواستید مراسم عقد و ازدواجی به صورت ایرانی را بندازید، ایشون میاد این کار رو براتون انجام میده و به اصطلاح رسمیش میکنه. ایشون قاضی بودن در ایران، در دادگاه های ایران. و ببینید آقای شهافر، من نمیخوام بگم شما نون رو به نرخ روز میخورید، ولی شما یاد گرفتید که حقیقت رو به گونه ای تعریف کنید که مردم آزرده نشن. این کار شاید یک درایتی میخواد، شاید یک مثلا من امروز میدونم، الا اینکه منصور یه آدمی باشه که منو مثل داداش خودش بدونه، بگی بابا این داداش منه داره به من میگه، من دفعه دیگه توی مجلسی نگم آقا شما چرا بی احترامی کردی به فروزان، باید بهش احترام بذاری. نه آقا، خانم فروزان، حاله، من با حاله دو بار مصاحبه کردم، اینها از نظر من احترام فرهنگی هنری ندارن. اینا چون حاضر شدن لخت بشن و اون هنرپیشه بعدی گفته من لخت نمیشم، اینو قبول کردن. ببخشید، هنرپیشه قبلی گفته من لخت نمیشم، اونو فرستادن خونه، این چون گفته من لخت میشم قبولش کردن. ممنون ممنون ممنون، سرم درد گرفت از دست شما، ازتون خداحافظی میکنم. باز هم خدمتتون عرض میکنم تلویزیون مردم جای یکایک که شما دوستان هست و امیدوارم به زودی این دوست هنرمندمون بیاد یه برنامه‌ای رو بذاره تا ما یه مقداری نفس بکشیم. و شما کاملا درست میگید، آینه چون نقش تو به مود راست، خود شکن، آینه شکستن خطاست. من که همین کارو کردم، من مثل یک آینه ای بودم که خانم مینو ثقفی رو به خودش نشون دادم. میگم شما میگی من نظر نمیدم، دادی. میگی من نمیدونم نظر پزشکی نمیدم، دادی. چرا این ضربان مثلا از این وری کار میکنه، از اون وری کار نمیکنه؟ من برای شما چون استاد من هستی، دوست من هستی، مثل داداش بزرگم دوستت دارم، برات گفتم آقای شهافر، شما که قاضی مملکت من بودی، شما که انجمن آزاد جهان اندیشان رو داری چی میکنی؟ آخه نباید از خودت سوال کنی اگه این عرب پادشاه عربستان اینقدر خر و نفهم بود که یه همچین چیزی رو میگفت، پس ما چقدر بیغیرتیم که تا امروز کاری نکردیم؟ یه جورایی باید به اونی که رفت سفارتشون رو به آتیش کشید آفرین گفت. نمیخونه، درست نیست. پس باز هم از گفته شما استفاده میکنم، شهافر عزیزم، سربی چون نقش تو بنمود راست، خود نشکن، سند بیار، آینه شکستن خطاست. روز روزگار بر شما عزیزان خوش. برنامه بعدی آقای شبستری از فرزاد شبستری، آخرین چهارشنبه هر ماه. ببینید مثلا آقای شبستری میگه آقا من ماهی یه برنامه میذارم، شما بیا سالی یه برنامه بذار، شما بیا هفته یه برنامه بذار، بیا هر روز برنامه بذار. ولی منصور جان به من نگو چی کار کنم. دوست عزیز به من نگو شما بیا فردوسی رو بخون. من فردوسی شاهنامه رو دو نوع هم داشتم، خوندم دیدم یه قصه یه نمیدونم زال و سیمرغ آورد برد گذاشت اونجا، حقیقتش این قصه داستان هاست که این فیلم ها درست میکنن، نمیدونم کینگ آف لورد، لورد آف رینگ. خب من اگه بیام اینو بردارم برم نمیدونم داستان های این شکسپیر و اینا رو به عنوان زندگی و تاریخ از استفاده کنم که نشون میدم دیوانم، اون وقت دیگه من نمیتونم به آبرامیان بگم دیوانه است، برای که اون دیوانه است.
من فکر کردم شما میخوای حقیقت رو بشنوی، اگر با شنیدن حقیقت ناراحتتون کردم عذر میخوام. اگر حقیقت از جایی که شما نگاه میکنید شکل دیگه است، شما بیا به مردم بگو. بارها همین آقای شبستری گفته واقعیت چیزیه که اتفاق میفته، حقیقت چیزیه که من از زاویه خودم میگم، حقیقت شما چیزیه که از زاویه خودت میگی. پس در نتیجه ممکنه حقیقت با واقعیت یکی نباشه. تلویزیون مردم رو حمایت کنید. مرسی. روز روزگار بر شما خوش.